بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، اوقاتی بهتر در کمینتون باشه و شما رو شکار کنه. اجازه بدید همین اول برنامه از آقای بها اپری تشکر کنم. داشتیم با ایشون درباره یک موضوعی صحبت میکردیم، مسئله معتادین پیش آمد و ایشون گفت که سوربی، من متوجه شدم چندین بار شما وقتی به این معتادا و اینها میرسی، اینها رو به اصطلاح خیلی مهربانانه باهاشون رفتار نمی کنی. یادت باشه این معتادا آدم های مریضی هستن، بیمار هستن و مثل هر بیماری دیگه آدم نباید به اصطلاح بیماریشون رو توی چشمشون بزنه یا به رخشون بکشه و باید باهاشون صبور باشه و مهربان باشه. دیدم ایشون کاملا درست میگه و ماجرا این بود که یه دختر خانمی نشسته و داره موهاشو کوتاه میکنه، نه کوتاه کوتاه، یعنی میتراشه از ته، فوش میده به آخوند و اسلام و پیر و پیغمبر و فکر میکنه با این کار چه کار بزرگی انجام میده. من گفتم با شما شرط می‌بندم که ایشون مشکلات خصوصی هم داره، به غیر از مشکلات دولتی و اجتماعی و سیاسی، اینا مشکلات خصوصی هم داره، خدا کنه اعتیاد نباشه یکی از اون مشکلات. و این بود که با آقای ابهری یک کمی کلکل کردیم و اینها. امروز قرار شده بود که با آقای کوروش سلیمانی، این کاریکاتوریست یا کاریکاتوریست چی میگن آلمان آمریکا، از آتلانتا با هم صحبت کنیم درباره یک ایمیلی درباره 13 بدر و امتحان کردیم، همه چی هم درست و ردیف و اینها. قرار شد چند دقیقه به 2 با ایشون تماس بگیرم، تماس گرفتیم ولی خبری از ایشون نیست. احتمالاً کاری پیش آمده. ما حالا اسکایپ رو باز میذاریم تا هر وقت که خودشون تشریف آوردن با ما تماس بگیره. و اما امشب، امروز چون 26 هست، امشب هم این برنامه های آقای مهدی تبریزی مهدیزاده برقرار است و اجازه بدیم من 2 عکس رو به شما اینجا نشون بدم. این یکی، این هم 2 که در حقیقت یه پوستره ولی ما نصفش کردیم، نصفش رو گذاشتیم بالا، نصفش رو گذاشتیم پایین. و این هست 48 شنشته هپی 48 ایرانیان گلوبال گیلا یا گیلا میگن بعضیا، میگن که 48 گرد همایی و سمپوزیوم، چی میگفتن تو ایران؟ سمینار، سمپوزیوم، گرد همایی، بهتون شاد باش میگن. فرایدی که جمعه است، امروز اپریل 26 2019 نوشتن که join to joy، یعنی به ما بپیوندید و لذت ببرید. نوشتن به ما بپیوندید و لذت ببرید از رضای خدا، God's grace anywhere you are، هر کجا که هستید. دیدم آقای خوشنودی نوشته بود که آقا دوره و الا من می اومدم، چون ایشون کالیفرنیاست. و اینجا نوشته هر کجا که هستید به ما بپیوندید. حالا من نمیدونم دوستان چگونه میتونن به شما بپیوندن الا اینکه شما یه پروگرام زنده هم بذاری، برنامه مستقیم پخش بشه. و متاسفانه وقتی اون کارو میکنی، طرف میگه خب حالا که مثلا آقای مهدیزاده یا سوربی برنامه رو زنده پخش میکنن، حالا ممکنه بارون بیاد، من نمیرم، میشینم همون تو خونه نگاه میکنم و این شور و حال برنامه‌های زنده رو از بین میبره. در هر صورت میگن که دیگنیتی، بالاخره دیگنیتی ادمیشن، بله این دیگنیتی رو من نمیدونم چی میشه به فارسی گفت، شرف و غرور و دینر، اینو میدونم، شام، دنس میدونم، رقص، کاراوکی هم که میکروفون رو میدن دستت و بخون. آقای شاهین فاطمی، من به شما سلام میکنم، خیلی ممنون. شما میگن خسته نباشید، شما خسته نباشید. آقای زمانیان هم از ایران با ما هستن، آقای مانی خورسندی هم هستیم ولی میگه ما هستیم ولی نه عضو اون گروه
درود و سلام. و امروز هلو یادت رفته، درود و سلام و هلو به آقای مانی خورسندی. اون ما هستیم ولی نه جزو اون گروه. اون گروه ما هستیم شهرام و همایونو میگن که هیچ فرقی هم با ما نیستیم نداره، چون چه کار کردن چند سال هی پا میشن میرن نیویورک، پا میشن میرن اون ور، پا میشن میرن اون ور. ما یه آبروریزی بدبخت شهرام و همایون تو هر استودیوی آمریکایی که کار بکنه ما 3-4 هزار دلار بهش میدن. حالا برای یه پول بخور و نمیر چه صحبت ها که پشتش در میارن، نمیدونم چه حرفا، ولی خب ما دیگه دوست داریم. در هر صورت 26 یونیورسیتی، 26 یونیورسیتی. من یکی از چیزایی که همیشه برام سواله اینه که این آقای مهدیزاده تبریزی تو مغزش چی میگذره. واه یک رعد و برقی آمد اینجا، به قول شیرازی ها قرتراق که نگو و نپرس. و یه چیزی برنامه هست، رقص شام دانشگاه، برنامه های سیاسیه، میخوان سیاست جهانی رو عوض کنن. میدونید به نظرم میاد که ایشون با دو تا دست میخواد چندین هندوانه بلند کنه. متاسفانه میترسم که همه اینها بشکنه و هیچ هندونه سالمی هم به مقصد نرسه، ولی امیدواریم موفق بشه. ایمیلشون رو گذاشتن که فایده ای نداره، به نظر من با تلفن تماس بگیرید 202-680-0456 و خیلی هم آدرسش سرراسته. این 8306 توی اولد کورت هاوس رود یک آدرس بزرگی، یک علامت بزرگ تریپل ای، همون یادتونه تریپل ای توی ایران بهش میگفتن باشگاه رانندگی بین المللی، و علامت خیلی بزرگیه. شما اونی که دیدید این برای که نگاه میکنید ساختمون هست و ماشاءالله ایرانی ها خانم های خوشگل، آقایون شیکوش، ماشین های بنز و اینها. ما هم یواشکی جیپمون رو اون ته پارک میکنیم که کسی نفهمه ما داریم جیپ رانندگی میکنیم. بماند آقای حسن ارشاد برنامه 219مین خودشون رو فرستادن ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک براتون پخش میکنم. و دوستمون از خلیج فارس، به نظر میاد این هفته ما کاری که انجام دادیم مورد پسند و سلیقه شون بوده و ایشون زودتر عکس های برنامه هفته آینده رو هم فرستادن و این همون همکاریه. شما یه قدم میای جلو، من یه قدم میام جلو، وقتی نگاه میکنیم این ای بابا دوتامون با هم دیگه 100 قدم رفتیم جلو، ولی چون با هم بودیم خسته نشدیم و بالاخره به نتیجه هم رسیدیم. دوستان حمایت فراموش نشه. بعد از عید و قبل، یعنی از قبل از عید و بعد از عید و اینها، یه مقداری دوستان به خاطر کنسرت ها و جشن ها و مسافرت ها و اینها یه چیز باید برای یقم بگیرم که زیر اینو وصل کنه به زیر این. بعضی ها کراواتشون دیدید اینجوریه، این زیر به این. ما آخر نفهمیدیم این دکمه های این یقه مال چیه. الان جدیدن یه چسبی هست میزنن به یقه، هر جای خود دوست میداری یا دوست داری میچسبه. بله بارون شروع شد، رعد و برق و گفت برآمد نیلگون ابری زروی نیلگون دریا. واقعا اینجا زمین و زمان تاریک شد. گفته بودن 12-2 ساعت تأخیر دارن و گفته بودن از دیروز پریروز که اینجا بارون میاد تو استورم و اینا. استورم یعنی همون طوفان. آقا خانم هی داد زدی، این آخوندا و آقازاده ها پولا رو برداشتن در رفتن. خانم تننازی گفت که ببین پولا رو بردن کانادا، انقدر کانادا سنگین شد که داره میره زیر آب. بذارید عکسش بهتون نشون بدم. نه عکس خانم تننازی ها، عکس کانادا در حال رفتن زیر آب. حالا نمیدونیم داره زیر آب میره یا زیر آبی میخواد بره. اینه توی فیسبوک من اگر روزانه سری بزنید 2-3 تا خبر، معمولا خودمو لیمیت میکنم، محدود میکنم به ماکسیموم 5. خب بیشتر از اون نمیذارم، مثل دوستان نیستم که هر آشغالی که گیرم اومد بگم خب من وقتمو گذاشتم پس بذار وقت دوستم هم تلف بشه. نه خیر، این کارو من انجام نمیدهم. بله ببینید که با این چوبای اسکی چجوری
لباسم پوشیدن بفرما. پول آخوندا و آقازاده ها رفت کانادا، کانادا هم رفت زیر آب. پایتخت کانادا در آب فرو رفت. با افزایش سطح آب در رودخانه اتاوا و ورود آن به داخل شهر، شهردار پایتخت حالت فوق‌العاده اعلام کرد. او از دولت فدرال و ارتش کانادا تقاضای کمک کرد. دوستان گوش کنید، در چنین مواقعی از ارتش، از نشنال گارد اینها استفاده میکنند. چیزی که هست چون اینا خونده آدم های بدی هستن، هر کاری هم انجام بدن ما به چشم بد میبینیم، حقم داریم. چونکه باور کنید پول ها میره انگلیس. اتفاقا امروز یک سایتی گفته بود از پولای خامنه ای خبر داره، ولی من یه سوالی میکنم. خب این خامنه ای که نشسته تو جماران یا هر جایی، هیچ جا نمیره بیاد، این پولا رو برای چی میخوان؟ یعنی چه سودی داره؟ آخه شما پول یه وقتی به اصطلاح چی میگن، یه حالت خوشایندی میده که مثلا به جای جیپ سوروی برید بنتلی رانندگی کنی. یه بنتلی دیدم لامصب دیروز 198,000 دلار، گفتم برم آ بخرم، بعد دیدم نه یه صفرش من اضافه دیدم، این 19800 تا نبوده، 190 و... خب چی میگه؟ باور کنید پولا میره انگلیس، ما فقط لچک به سرها را میبینیم. منظورتون چیه؟ یعنی کانادا فقط مذهبیونش میان، پولا میره انگلیس؟ ولی خب دیدیم که اون آقای خاوری و دیگران هم آمدن کانادا و اونجا قبلا هم شنیده بودیم که میگفتن فلان هایوی رو خریدن. البته بهزاد دوست من گفت آقا اصلا همچین چیزی درست نیست، این هایوی مال دولته و پولش هم خرج تعمیراتش میشه و اینا. آقای پرویز خان عزیز، ما آخر نفهمیدیم فامیل شما رو آقا پرویز چجوری باید بگیم؟ شما اینجا نوشتی پرویز جرمنیی. قضیه خیلی خنده داره، زیرا دارن زمین های کانادا را میخرن. آلاسکا رو یادتون هست؟ نه. ولی خب خیلی جالبه، خاک ایران رو میفروشن به اعراب، اونا جزیره درست کنن، خاک کانادا رو میفروشن به آلاسکا. روزگار غریبی است، اصلا مثل که ببخشید این فیلم ها هست کارتون، مثلا یکی از این حیوان ها با سرعت میدوه تق میخوره تو دیوار، بعد یه چند تا ستاره و ماه و اینا از کلش چی میشه به اصطلاح میپره بیرون، این همینجوری داره میلرزه، یعنی مغزش ضربه خورده. به نظر میرسه که مغز همه این سیاستمدارا ضربه خورده و من و شما بیچاره که باید به اصطلاح اینا رو تحمل کنیم. حالا چه خواهد شد من نمیدونم، شما میدونید. امروز اگر با آقای کوروش سلیمانی قرار نگذاشته بودم تماس میگرفتم با آقای رحیم نگهبان، درست میگم بذار رحیم نگهبان، که با ایشون یه صحبتی داشته باشم، چون آقای نگهبان هم آمریکا بوده هم الان ایران هست. بله اینجا اون روزی که ما یه پستی گذاشته بودیم که راجع به شاه بود، اولا این دوستان متوجه نیستن اینا رو که من که فیلم نرفتم مصاحبه درست کنم با شاه بیارم بذارم، اینا رو یکی فیلم برداری کرده یکی حالا گذاشته. من نظرم اینه که این درسته، اشتباهات شاه تو همه کارها دخالت کردنش، این که به خدا و پیر پیغمبر آویزون بود و فکر میکرد مأموریت داره از طرف خدا، و این که آخوندها رو در کاخ زیر بال و پر خودش رو فرع نگه داشت به این روز شنداخت، این باور من. حالا ایشون برای من نوشته بود که شما اگه باور داری که شاه نوکر بود چرا مردم انقلاب کردن؟ میگم آقا دقیقا چون شاه نوکر خارجی ها بود و هرچی اونا میگفتن عمل میکرد و کاری به مردم نداشت، مردم فاصله بینشون افتاد با شاه، انقلاب کردن. این که خیلی ساده است. بعد در مورد فارسی نوشتن صحبت کردیم. من بعضی وقتا که اینجا نیستم
تو راه هستم، تو اوبر نشستیم، تو مترو نشستیم، یه جایی نشستیم تا عروس و داماد بیان تو، یه جایی نشستیم آخونده بیاد تو مجلس ختمه، یه جایی نشستیم پدر روحانی بیاد روحانیت همه رو به گا بده. ما وقت داریم با اون وسائلی که داریم اونجا فارسی نداریم بنویسیم. من نمیدونم شما چقدر تنبلی. میگه آقا فارسی بنویس. میگم عزیز من این فنگلیش نوشتن مغزمون رو به کار میگیره. شما باعث میشه مغزت فکر کنه، اینا رو بچسبونی به هم، سریع بعدن بخونیم این فارسی این انگلیسی. ایشون یه چیزی یاد من داد، درستم میگه، گفت که فینگلیش غلطه. فینگلیش مال زمانی بوده که فنلاندیا مثل که وقتی آمدن اینجا نمیتونستن انگلیسی یاد بگیرن، و چون اصلا فکر کنم فنلاندیا وقتی صحبت کنن بهشون میگن فینیش، یه چیزی اینجوری. خلاصه اینا اون زبانی که صحبت میکردن دست پا شکسته بهش میگفتن فینگلیش، ولی مال ما چون پرژن هست و اینم خدا پدر این آقای رضاخان رو بیامرزه که نادانسته ایشون هم یه کاری کرد، هم نقشه دنیا رو ریخت به هم، هم هنوز تا هنوز ما نمیفهمیم ما پرژنیم، ایرانی هستیم، چی هست. ایشون گفت ما پارگلیشی حرف میزنیم یا پرگلیش، یعنی پای پرژن و انگلیس، ولی گفتم بعضی ها می نیستن فارسی و انگلیس که میگن فارگلیش. حالا اینا مهم نیست. احمد شاملو در سفری که آمده بود در این کالیفرنیا و کلاسی براش گذاشته بودن تو دانشگاه و یه سری هم می رفتن اونجا انگار که حالا خدا رو دیده بودن و اینها، ایشون یه دفعه یه صحبتی کرد، گفت من دارم یه طنزی می نویسم و یکی از این داستانهای طنز رو گفت، میخواین من اینو پیدا کنم براتون پخش کنم، خیلی قشنگه. خب میگه جرمنی یک کشور است، من جرمنی هستم، یعنی اهل جرمنی، ولی نام خانوادی من فرهنگ مهر میباشد. حالا راضی شدی آکاکو؟ فرهنگ مهر همون که رئیس استاد رئیس دانشگاه شیراز بود، نه؟ خب دیگه بابا شما اسم به این قشنگی که هم توش فرهنگ داره هم توش مهر داره ول کردی رفتی جرمنی رو با فارسی می نویسی جرمنی؟ فکر کنم وقتی میگی جرمن شما باید بنویسی پرویز جرمن، اون میشه من پرویز آلمانی هست. وقتی میگی جرمنی میشه کشور. خیلی ممنون. در صورت به نظر من شما خیلی قشنگ اسمت رو بذار همون پرویز فرهنگ مه، که هم فرهنگ داری هم مهر و محبت، این ورم بنویس که شما تو جرمنی داری زندگی میکنی، چقدر قشنگ میشه. ممنونم در اصلا که با ما هستی. بذارید این آقای احمد شاملو رو بیاریم و یکم صحبت کنه درباره این ماجرای فینگلیش صحبت کردن، فارگلیش صحبت کردن و الی آخر. چون دو سه تا برنامه هست، زمانش رو من نگاه نکردم، همینجا که الان شما هستید میبرم جلو. با ما باشید که ببینیم چه خواهد شد. این کامرای دو برای شما، اینجا هم صدا رو من باز میکنم، بریم ببینیم کجا. اول بخورده شما رو بخرم. نه میام جلوته. در کمال قدر فرمودیم ما پاک پای جواب علیه. علت این که این تکه از این سفردامه رو برای شما خوندم، به خاطر موضوعیست که من واقعا گفتنش زبونم رو میسوزونه و پنهان کردنش مغز و سکونه. منظورم موضوع بسیار دردناک اضمحلال هویت ملی فرهنگ ایرانی و زبان مادری نسل دوم مهاجران، یعنی فرزندان شما، که فکر کردم چون فرصت بهتری پا نخواهد داد امشب محضر شما رو ضمناً برای مطرح کردن این موضوع هم قریب بشه. در کشورهای اروپایی مطالعه‌ای ندارم، اما فقط یک نگاه گذرا به وضع زبان فارسی ایرانی‌های مهاجر آمریکا
برای پی بردن به عمق فاجعه کافی است. وجه غم‌انگیز این مشکل موقعی آشکارتر میشه که توجه کنیم زبان فارسی حتی در جریان ایلغارهای گوناگون و دراز مدت اعراب و مغلها و ترکها و ترکمنها هرگز خم بر رو نیاورد و اقوام غیر فارس زبان محدوده جغرافیای ایران مازندری، گیلک، آذربایجانی، لور، کرد، عرب، بلوش، ترکمن، حتی کوچیدگان و کوچانیدگان ارمنی و آسوری، حتی آنهایی که به طور مستقیم زیر فشارهای حکومت مرکزی از سرودن و نوشتن به زبان بومی خود ممنوع بودند، هم توانستند با چنگ و دندان دستکم زبان شفاهی خودشون رو حفظ کنند. اما امروز متاسفانه باید بپذیریم و در کمال خجلت و سرشکستگی اعتراف کنیم که نسل دوم مهاجران دهه حاضر حتی زبان مادریشان را نمی‌دانند و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد با این سرعتی که بحران هویت گریبانگیر این نسل بی‌شناسنامه شده، ایران باید میلیون ها تن از این فرزندان خود را به کلی از دست رفته تلقی کند. همینجا بگویم که در این فاجعه نسل دوم هیچ گناهی نداره، گناهکار نسل اول. امیدوارم تلخی حرفم رو به رک و راستیش ببخشید. گناهکار اصلی پدرها و مادرها هستند که قبل از بچه ها باید فکری به حال هویتشون بکنن. اونا حتی تو محیط خونه هم به قول آقای اسماعیل پسی فارگریسی اختلاط میکنه. یک زبان حرامزادهی که صرف و نحوش فارسی نیست، لغاتش انگلیسی. صبح خانم با آقا نهیب میزنه که بابا خار یافت داره لیت میشه، جا به تو لوز میکنی. امروز دیگه چه اکسکیوزی داری؟ و آقا خمیازه کشان میگه لیمی آلون خیلی بیبرزم، انگار بلد پرشه هم آب شده. واقعا که حال آدم رو برم من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد، چجوری میشه سر خود رو بالا گرفت، چجوری میشه تو چشم همسایه نگاه کرد و گفت من هم وجود دارم. میشه یکو این یه دونه دندون لقه کسیدارم کن انداخت دور و به کلی انگلیسی حرف دارم. حالا چرا باید فارسی رو با انگلیسی اینجوری ملغمه بکنن، فارسی انگلیسی با هم برگور بکنن؟ چرا هم انگلیسی رو خراب بکنن و هم فارسی رو؟ مگر به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو در عرض چند سال تا پاپاسی آخر باخت؟ میشه به همین نقطی یک فرهنگ چند هزار ساله رو که اون همه نام درخشان پشتش خوابیده یک شبه ریخت تو زنبیل آشغال گذاشت پشت درک سفر برداره ببره؟ در حال اون چی که میخواستم عرض کنم این. خب این آقای احمد شاملو اگه خودش آمده بود خارج زندگی میکرد، میدید که صبح باید بره سر کار، بچه هاش میرن مدرسه، بچه های زمانی که با آمریکایی‌ها وقت میذارن بیشتر از زمانی که با پدر مادر خودشون، نتیجتا بچه ها انگلیسی یاد میگیرن. وقتی میان خونه اگه شما فارسی صحبت کنی اتفاقا رابطت قطع میشه با بچه ها، مجبور میشی با هر مشکلی که هست فارسی رو با انگلیسی قاطی کنی تا بتونید مکالمه داشته باشی. بعد آقای شاملو خدا رحمتت کنه، ما آره چیزی نمیگیم، بین من هست و این دوستان ما هم 7-8 نفر بیشتر نیستن. شمایی که انقدر نگران اساتید و اساتیر و فرهنگ ایرانی، شما که آمدی آقای فردوسی رو کشیدی پایین و هرچی دلت خواست گفتی،
حالا گیرم که ما یاد بچه همون هم فاکسی بدیم که مثل شما شاعر بشن و نویسنده بشن، بعدم از نویسنده شدن و از دانا شدن همین سیگار کشیدن یاد بگیرن و اینها. حالا امیدواریم آقای بها ابهری نگه آقا این سیگاری ها مریضن. خب میگه اما دکتر هولاکویی باهات موافق نیست، زیرا به پدر مادرها میگه باید با بچه هایتان آمریکایی حرف بزنی. خب منم که تقریبا همینو میگم. حالا شما از دکتر هولاکویی سوال کنید، بچه های خودش، فکر کنم دو تا پسر داره، بچه های خودش چه زبانی بلدن، چه زبانی راحت ترن. و من نوام، من باش فارسی حرف میزنم میفهمه، ولی برای اون انگلیسی راحت تره که صحبت کنه. نمیدونم، بالاخره اینم جزء حالا یا محسنات مهاجرته یا معایب مهاجرت. در صورت امروز دوستان خوبی آمدن اینجا، چی شده شما با بارون آمدید اینجا؟ کوری خانم سلام، آقای ری مرحمتی شاعر عزیز دوست جونجونیمون سلام، آقا رضا پنجم می بیا، یا اون برنامه دور هم نه، یعنی برای کمک کردن به خانم ها که احتمالاً تحت چی میگن، شکنجه نه ولی اذیت و آزار همسرشون، دوست پسرشون، دوست دخترشون، اونا هم هستن، آقایون و خانم ها و اینا، بالاخره اونجا میایم هم دیداری تازه میشه هم حمایتی میکنیم از اینها. بذارید ببینیم این کی بود زنگ زد، آقای کوروش سلیمانی نباشه؟ بله اتفاقا ایشون هست. آقا ما منتظر شما رو اسکایپیم، شما به تلفنمون زنگ میزنیم. خب بذارید ببینیم که چی است. اسکایپ پلیز، اسکایپ پلیز. خب حالا مثلا من میخوام با این آقای کوروش سلیمانی تو آتلانتا صحبت کنم، نباید انگلیسی بگم، باید بگم آقا، آقای کوروش عزیز حالت چطور است؟ امیدوارم همه چیز بر وفق مراد باشد. دوست عزیزم، من اینجا در اسکایپ منتظر شما هستم، شما با تلفن با من تماس میگیری؟ مگه قرارمون رو اسکایپ نبود؟ در هر صورت اینم از این ماجراها که بعضی وقتها هر کسی، یعنی کلن هر کسی از شرایط خودش سخن میگه و صحبت میکنه و هیچ که حاضر نیست خودش رو جای دیگری بذاره. خب اینم از این. آقای سلیمانی عزیزم، من رو اسکایپ منتظرتم، دوستانم اینجا هستن تو تلویزیون، بیا اونجا. خب شما، من قیافتون دیدم، قیافه خودمون دارم میبینم. خب من فکر کردم اسکایپ رو زدی، قیافه منو دیدی، وحشت کردی. بذار ببینم. نه اوکی. نه ما یک دیگه اشتباه کردیم. خب من زنگ میزنم بهت با اسکایپ. باشه، مرسی. وقتا به شوخی به دوستامون میگفتیم یه عکس از ما بگید بذار بغل قندون که بچه ها نرن سر قندون. فکر کنم آقای سلیمانی رفته یه جای دیگه، چون معمولا هر کدوم از ما دو سه تا حساب داریم. ایشون میگه من رفتم قیافتم دیدم، ایشون فکر کنم رفته با ایمیل usa.sorbi با الو هستی یا نیستی آقا؟ الو آخه صدا نمیاد، انگولک میکنه. این آقای سلیمانی خیلی دوست داره این چیزها رو از A to Z یاد بگیره. مثل این میمونه که من یه ماشین رو بدم دست شما، بگم آقا این دنده است، این راهنماست، این چراغه، این برف پاک کنه، برو شما بری اون ور خیابون وایسی، کاپوتو بزنی بالا، انجین رو باز کنی، چیاش بکشی بیرون، خب خراب میشه. اون یه سیستم دیگه است، هر کی میخواد رانندگی کنه بفرمایید. یه جای دیگه هست ایشون، من نمیدونم کجاست. answer in this car، نمیدونم، رفته روی یه جایی که به صورت میتینگ، چی میگن، کنفرانس، چند نفر اونجا هستی، صداش هم نمیاد. آقای کوروش خان هستی یا نیستی عزیزم؟ نخه
صوبی هم یه همچه اشکالی پیش اومد، ما میدیدیم پور کانکشن. گفتم اینترنت ها تو خاموش کنه. خلاصه بعض وقتا ماها که توی یک سن بالاتری شروع میکنیم یه چیزایی رو میخوایم یاد بگیریم، یه مشکلاتی همراهش میاد. حالا اینجا نوشته که بله دوباره تماس برقرار بشه، میگیم بله. الو خیلیه، ما این دستگاه های جدیدم مثل اون تلفن های قدیم دم مخابرات یادتونه میرفتیم پول میدادیم نوبت میگرفتیم میرفتیم هی میگرفتیم هی مشغول میزد دوباره میمدیم بیرون نفر بعدی. این هم از این. میگه آقای سعید کابوسی، دکتر هولاکویی هم یک جهان پنجمی عقب افتاده است که رفته مدرسه، گفتارش به احتمال زیاد گفتهایش به احتمال زیاد اشتباه است. خب شما بیا درستشو بگو. چرا هممون فقط میفهمیم دیگران چه اشتباهی گفتن، خودمون بیام درستشو بگیم. اکسلنت. نه این آقای سلیمانی، آقا همینجا من نگهت میدارم صحبت. عزیزم همینجا با هم صحبت کنیم، اون اسکایپو میذاریم یه وقت دیگه، من میام نشون میده شما داری صدا میاد کاری انجام میدی ولی تماس برقرار نمیشه. هستی همینجا آقای سلیمانی؟ بله تا چه مدت؟ تا نیم ساعت در خدمت. خب همینجا الان با تلفن صحبت میکنی. آقا من دیروز یه نامه رسید به دستم، یعنی یه ایمیلی درباره سیزده بدر آتلانتا، عکسای خیلی قشنگ، هوا هم مناسب بوده و اینها. چیه این ماجرا؟ چی جوریه که این دوستان هر کاری هر کسی انجام میده ازش ایراد میگیرن و فکر میکنن همه باید فقط اون کاری رو که اینا انجام میدن انجام بدن و فکر میکنن اونها هستن که درست کار رو انجام میدن؟ چیه؟ یکم برای ما بگید این ماجرا رو. من دلیلش نمیدونم. ما اینجا حدود 30 ساله یک عده از هموطنان گرانقدر قانون ایرانیان را اینجا خلاصه تأسیس کردن و یک سازمان غیر سیاسی و غیر مذهبی بود و اینا فقط میخواستن که آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی در اینجا حفظ بکنن و وارد مسائل سیاسی نمیشدن به طور کلی. بعد به یک نهدی از آنها اینا شیر خورشید، پرچم شیر خورشید توی کانون جا گرفت و علتش این بود که یکی از هموطنان شیر پارک خورده یک پرچم سرنگ آورد اونجا. بعد همه جا گذاشت و کسی هم اشکالی باش نداشت که اینکه یکی اومد شیر خورشید رو گذاشت روش و این دوستان نمیدرستن دیگه با این شیر خورشید چه کار بکنن، چون که شده بود یه نمادی از مبارزه مجاهدین اینو گذاشته بودن رو پرچمشون که البته هیچ اشکالی نداره، تصمیم خودشون بوده، حالا اگه دیر عمل کردن هیچ اشکال نداره، گذاشتن سلطنت طلبان عجیب از این استفاده میکردن، این موضوع رو بزرگ کردن و خلاصه هر کس که پرچم شیر و خورشید داشت نشونه این بود که ایشون با جمهوری اسلامی سر جنگ داره و یه دم میمدن عکس میگرفتن و مردم میترسیدن که اگه این عکسشون بیفته جمهوری اسلامی اینجا خلاصه کار دستشون بده، اشکالی پیش اومده بود. بعد اشکالش اینه بود که این دوستانی که برای پرچم و خوشونه با آبادش میزدن که کارشون هم صادق نبودن، اگر که واقعا اینقدر غیرت و همیت و حرارت داشتن که خودشون برن یه جایی بگیرن پرچمی بالاش بزنن اشکالی نداشت، ولی فقط هوس کرده بودن که این پرچم رو بذارن تو کانون و اینا برای فعالیت های سیاسیشون نمیتونستن مردم رو جلب کنن، قصد سرزنششون نداشتم و حالا هم ندارم، چون ایرانی دیگه دور مسائل سیاسی خیلی به سختی جلب میشن و اینا هیچ راه چاره ندیدن مگر اینکه جایی برن که مردم جمع میشن و یکیشون کانون بود و هر وقت کانون چه پارکی مراسمی جشن چیزی میگذاش اینا میامدن با پرچم اونجا خلاصه میگشتن و غیر مستقیم یا تبلیغ عقاید سیاسیشون رو میکردن یا شعارهای سیاسی میدادن بر
علیه جمهوری اسلامی و هر کس هم که بخواست مخالفتی بکنه اینا میگفتن تو مأمور جمهوری اسلامی هستی. و خلاصه اینا هم به خاطر که اغتشاشی پیش نیاد دیگه سعی میکردن نادیده بگیرن، کوتاه بیان. و یه مشکلیه که هنوز کاملا حل نشده و ما نتونستیم این دوستان رو قانع کنیم که بابا جون آزادی دموکراسی خط و خطوط و خط قرمزا و شرایط خودش رو داره و اینجور نیست که شما به خاطر که آزادی جایی که دیگران اجاره کردن شما برین شعار بدن. و این بود که متاسفانه هنوز این تلاش دوستان و کسایی که میخواد این مثلا حل کنن به جایی نرسیدن. خب حالا خود اینا بعد از این همه ماجرا که هر جا موجی بوده اینها آمدن میخواستن مجانی سوار این موج بشن، به کجا رسیدن؟ کدوم قدم رو پیش گذاشتن؟ یعنی هیچی ما بدونیم که قصد لغز و تنایه به اینا زده باشیم شاید بشون بگیم اینا گروه 4 به اضافه 1 هن، چون واقعا افرادی ندارن دوره هم که جمع میشن. متاسفانه ایرانی ها بعد یه مدتی از هم انشعاف میکنن و به جایی نرسیدن و واقعا به غیر از این که یک بدبینی در مردم به وجود میارن و دست گردانندگان کانون هم بسته است، چون نمیشه جوابشون رو داد، نمیشه نداد جوابشون رو بدین از خداشونه که مطرح بشن جوابشون رو ندی. خب جد باور میکنن، فکر میکنن اینا با هلو آقا کوروش هستی؟ بله بله. این ماجرای جوابو بدی یا جوابو ندی، همونجوری که من دیشبم به شما گفتم، متاسفانه تو دستور فارسی ما دو تا جمله داریم که هر وقت دوست داریم هر جوری که دلمون میخواد ازش استفاده میکنیم یا سوء استفاده میکنیم. یکی میگیم جواب ابلهان خاموشی است، اون چیزی که شما به من پیشنهاد کردید که به اینا جواب ندم. یکی دیگه اینی که میگیم حرف حساب جواب نداره، اگر هم جواب ندی اینا فکر میکنن حرفشون حساب بوده. ولی این ماجرایی که اینا هنوز یاد نگرفتن که در آمریکا در آتلانتا بابا و برفرض که یه نفر طرفدار جمهوری اسلامی باشه، خب میخواین باهاش چه کار کنید؟ به جای این که شما تبلیغ خودتون رو بکنید، قدرت که دستتون اومد حتی حق اون رو هم بدید، چون میگن دموکراسی و حکومت اکثریت یعنی این که حق اقلیت هم رعایت بشه. اینا اینجا دارن ببخشید این کارهایی که انجام میدن شعبون بیمخ بازی و همون کارهایی که آقا شعبون بیمخ با قدرت پول و اینها آخرش به جای رسید، چنان ضربه زد به حکومت شاه که حکومت شاه رو با اون قدرت با اون عظمت با اون پول با اون دوستان بزرگ در دنیا چنان فلج کرد که این بیچاره شاه که مریض بود هیچ کشوری بهش راه نمیداد. اینا چرا یاد نمیگیرن از تاریخ؟ چرا درس نمیگیرن از تاریخ؟ بل اینا کاری که میکنن هیچ فرقی با اون، البته قصد بی احترامی به هیچ مذهبی رو ندارن، فقط با من مثال میگم، مثل مسلمان های دو آتشه هستن که فکر میکنم چون به خاطر خدا در این کار خدا دارن این کار میکنن و برحق هستن میتونن بیان تو خیابون نماز جمعه بخونن، نماز جماعت بگیرن بخونن و ترافیک خلاصه مختل کنن. اینا هم همون کسا هستن با اون طرز فکر و قانع کردن این دوستان خیلی مشکله. و اینا البته ما فکر کنم شاید اینجا اون کسای کار کسبه ای که نمیخوان به حقشون، و حتی تو امریکا اگه شما بدون اجازه وارد حیات خونه یکی بشی میتونه بکشدت و قانون هم طرفدار اونو میگیره که این تیر رو زده. یعنی اینقدر به حریم خصوصی و مالکیت اینجا احترام میذارن و قانون پشتیبانی میکنه. این دوستان متوجه نشدن و برای قانون هم خیلی سخت وارد کارهای قانونی بشه، چون که خب فکر میکنه به چه خوبی برایش نداره. بله، هم خرج مخارج داره، هم اتلاف وقته، هم چه فایده داره که آدم یه هموطنش رو ببره دادگاه و اینها. امیدوارم که خودشون سر عقل بیان و کارشون رو درست کنن، ردیف کنن با برنامه. اگه سازمانی هست سازمانشون رو پروموت کنن. و من الان دارم این وبسایت شما رو نشون میدم که به وسیله کوروش 123 به اینجا وصل میشه، Creative Caricature.
شما کاریکاتوریست هستید، بله؟ میشه راجع به کار و چیز اینا یه موقع دیگه صحبت بکنیم اگه که باشه باشه اگر که راجع به خیلی خیلی ممنون میشم و با تصویر و اسکایپ و تمام چیزا میخواستم از صبر و بردباری شما تشکر کنم و تحملتون و دیگرانم بدونن واقعا چقدر این کار مشکلی شما داری میکنیم به دیگر برنامه سازان و تماس گرفتن با کسایی که وارد نیستن تو این کارهای اینترنت و اسکایپ و تلویزیون و این چیزا واقعا خیلی کار اعصاب خورد کنه. نه من اتفاق پشت سر شما گفتم این آقا کوروش چون میخواد همه چیز رو یاد بگیره، مثل اینه که یه ماشین گرفته ما بهش میگیم آقا فعلا کاری به انجین نداشته باش، شما سوار شو، این برف پاک کنه، این چراغه، این دنده است، این ترمز، برو. میره اون پشت خودش کاپوتو میزنه بالا، وای میسه به موتور و اینا انگولک میکنه و هر از یکی دو ساعتی یه برنامه چیزی به اصطلاح تغییر پیدا میکنه. البته ناگفته نماند خود این برنامه ها هم، من همین امروز اسکایپ وقتی باز کردم دیدم نوشت ورژن جدید اپدیت شده، تیم ویور باز کردم با شما تماس بگیرم گفت ورژن 14 شده و اینا هم روز به روز هی میرن جلو، فکر میکنن همه ما مثل بچه های مدرسه فوری یاد میگیریم و بله کار داریم زندگی داریم. ولی یه نصیحت میکنم، یه پیشنهاد هم به شما هم به دوستان دیگه که خسته نشید، سعی کنید ادامه بدید، هم یاد گرفتن برنامه ها هم یاد دادن به این دوستان. شما خیلی قشنگ گفتید این حریم آزادی دیگران رو رعایت کنید. من دیدم بارها یه جای جلسه یه نفر میاد میگه آقا منم میخوام صحبت کنم، میگن آقا از 4 هفته پیش گفتیم هر کی میخواد صحبت کنه اسم بنویسه تا ما بفهمیم، مثلا هر کسی 5 دقیقه صحبت کنه یا هر کسی 3 دقیقه صحبت کنه. شما نمیتونی بیای اینجوری، یک کم اینا رو باید یاد بگیریم، ولی راز و رمزش اینه که من و شما و دیگران خسته نشیم. چون من دبیر بودم میدونم اول سال که میری مدرسه روز اول میگی اگه این بچه به این خنگیه اصلا من دارم وقت خودم رو تلف میکنم، ولی بعد از 9 ماه میبینی هم اون یاد گرفته هم شما داری راحت کارتو انجام میدی. حالا به من لغز میگی. بله. حالا جالب اینه آخر میخواستم بگم راجع به این پرچم، اینا اگه حق خودشونو میدونن که برن پرچمی که بهش ایمان و عقیده دارن بیانن توی پارک عمومی که اصلا حقی هم ندارن، خب یه نفرم که از ایران میاد که بعد از انقلاب بزرگ شده اون پرچمشه پرچمی همون پرچمی که تبلیغشو شنیده بهش گفتم بابا این پرچم توه، میاد یه جایی ورزشی توی امریکا که پرچم جمهور شاهنشاهی نمیتونه بیاره بذاره اونجا، یا خب مجبوره همون پرچمی که بهش گفتن این پرچم توه. مثلا مثل که ما آمدیم اینجا بعد از در زمان شاه، حالا بگیم که نخیر ما رژه پهلوی قبول نداریم، بعد پرچم احمد شاه و مظفرالدین شاه رو بیاریم بذاریم اینا، همینجوری این کار دارن میکنن و واقعا خانه کردنشون خیلی مشکله، ولی خب ما سعی خودمون میکنیم. من ممنونم از شما، امیدوارم در برنامه‌های آینده هم بتونیم ویدیوهایی رو که شما میخواین تهیه کنید نشون بدیم، هم با شما از طریق اسکایپ و آتلانتای زیبا هم عکس پشت سرتون باشه و اینها با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون که با ما بودید. خواهش میکنم. با امید دیدار. مرسی. دوستان عزیز، با آقای کوروش سلیمانی بودیم از آتلانتا، و آتلانتا یه شهر خیلی مهم آمریکا هست. اصلا کورپوریشن سیتی تمام، البته دلیور فقط به ثبت میرسونن برای که ارزونه. ولی آتلانتا تمام کارهای کورپوریشن و ساز و به اصطلاح شرکت های سهامی بزرگ و اینا اونجا انجام میشه. نمیدونم چرا، چون مثلا تقریبا وسط آمریکاست، وسط هم نیست، نمیدونم. اینو باید اتفاقا خوب شد الان در موردش جستجو کنم، تحقیق کنم ببینم که چرا آتلانتا کورپوریت سیتی هست. خب این از این. امشب 26 آقا فرخ هم اینجا، فرخ بلند شو بیا. نه مشروبی سرو میکنن نه چیزی، چایی هست و نوشابه و آب و اینم از این. و اما فردا شب آقای اندی در گریک تیتر در کالیفرنیا برنامه اجرا میکنه، آگهیش روی فیسبوک مردم تیوی هست. اجازه بدید ما این ویدیوش هم اینجا پخش کنیم تا به اصطلاح، چون دیگه فردا ما برنامه نداریم، این خواننده‌ای که
هم خواننده خوبیه، هم خیلی آدم خیریه، کمک میکنه چه به آدمای نیازمند چه به حیوانات و نمیدونم، کلن آدم خوبیه، انسان شریفیه. این رو هم ما باید بله. میگه که این یه لحظه صبر کنید تا من این تصویر رو نشون بدم، بعد بهتون بگم آقای مانی چی نوشته درباره مجاهدین. آقا مجاهدین هم گندشون بالا آمد دیگه، آمریکا هم بس که چی نمیکنه. و اینه تصویر برنامه آقای اندی و اون خواننده‌ای که از کجا میاد، از مراکش. ببینیم و بشنویم. Sonic Imports and Dawn Elder World Entertainment proudly present Greek Theater Un Art Goddess Salatina Jahan شنبه 27 آوریل در رویا روی با دو اسطوره موسیقی جهان King of Rye Chef Khaled شبه مطرح موسیقی پاپ ایران در صحنه‌های بین‌المللی اندی ticketmaster.com. خب بسیار خوب آقای خوشنودی، اگه نزدیک اونجا هستی گفت اینجا دوره، فردا شب برو اونجا. آقای خورسندی میپرسن که تعجب میکنم که چرا مجاهدین نمیان به شما فوش آبدار بدن. اولا میان مجاهدین یکم از شاه الله‌ها مؤدب‌ترن، فوش نمیدن، ولی چون کله خرن و قانون رو بلد نیستن تهدید میکنن. ما هم یکی یکی از پسشون برمیان، یعنی از اونی که خلبانه ببرم دادگاه، اونجا ببخشید کم مونده بود شادم کرده بود تو شلوارش خرابی، تا اونایی رو که با تلفن و با ایمیل و اینها بعدم پیگیری میکنن. ضمناً مجاهدین اگر از آقای فیلابی و دوستانی که اینجا هستن بپرسن که این سوربی و برادراش و اینها، فکر کنم اونا میگن آقا کاری به این سوربی نداشته باشید، مخصوصا این یکی. حالا اون دوتا برادر من مغزشون و عقلشون اینا از من بهتره، ولی فکر کنم آقای فیلابی میگه به اینا کاری به این نداشته باشید، چون اینا میدونید که همون همه از هم دستور میگیرن. همین خدا آقای فیلابی ماشاءالله با این هیکلش بدون اجازه سران مجاهدین آب نمیخوره، فکر نکنید. یعنی یه سیستمی رو راه انداختن اون سلسله مراتب ارتش، پای اینا به هیچ جا نمیرسه، چون سلسله مراتب با سازمانی که فرقه شده باشه فرق میکنه. شما فرقه ببینید، به طرف میگه آقا زنتو طلاق بده، همه زنا رو میکنه زن خودش. اینا که میگه بمب میبندن سریلانکا فلان، اینا چی هست؟ اینا فرقه ای عمل میکنن، داعش ماعش اینا. بمان بریم اونه، حالا اون روز گفتم بهت یه چیزی گفتی الان فردا میان اینا مینسن سوربی، فردا اومدن شما میای به اینا نخ میدی راهنماییشون میکنی، اینا فردا اون کارو انجام میدن. بله ترامپ هم چون قورباغه در آب گرم، هی این آب گرم داره میره بالاتر تا ببینیم کی میپره از این قابلمه بیرون. این چون قانون رو نمیدونه و چون احمقه، گفت اینا اگه بخوان منو استیزا کنن میرم به دادگاه و نمیدونم عالی کل کشور چی بهش میگن شکایت میکنم. بهش گفتن اصلا این کاری به اون نداره، این اینجا قوه به اصطلاح مجریه است، قوه مقننه است، اونا قوه قضاییه هستن، اینجا این سه تا قوا از هم جدا هستن، تا هم که قوه مجریه هستی خاک تو سرت، بعد از دو سال خورده هنوز وکیل وزیر نداری، وزیرات چیزن، خانوادت و اینجوری انداختی رو درد سر. من فکر کنم اینا هر شب جر و مکافات و کتککاری دارن. این بمانه، اونایی که هنوز طرفدار ترامپ هستید، برید فاکس نیوز رو پیدا کنید، این آقای وکیلی که تو نیویورک هست و اصلا جان و روحش فدای ترامپ بود، ببینید دیروز چی گفت. گفت ترامپ قانون رو زیر پا گذاشته و
آمده یک چیزی اینا میگن که یعنی قانون رو گمراه میکنه، میپیچه این ور اون ور و اون جرم بزرگیه. همین جوری بذارید ببینم اگه بتونم پیداش کنم بهتون نشون بدم کجا بود. اینجا اینه: Fox News judge, President Donald Trump committed crime. اینو ثبت کنید، این آگهیه بره دیوان عالی کشور. خیلی ممنون. یادم میره اینجا چون که اینجا سوپریم کورته، من یادم میره این آقای لارنس اودانل فکر کنم هست اسمش، آخرین حرف شب رو به اصطلاح این میزنه. خب MSNBC همه میدونیم یه مقداری اینا لیبرال هستن، یه مقداری که نه خیلی زیاد، ولی گوش کنید ببینید چی میگه. One story fills this entire hour, like the day the redacted Mueller report is released. And we'll have many more of those days, like this year with the investigations of the president. اولا ترامپ آمده $2 میلیون باج داده به اون مسئولین کره شمالی، کشوری که میگه ما اگر یک کسی رو بگیرن به شما میگه، میگه ما بچت هم بگیرن بگن پول بده نمیدیم، چون اگر شروع کردیم پول بدیم اینا هی بچه های دیگر رو میگیرن، آدم های دیگر رو میگیرن. و به همین خاطر میبینید مثلا فلان کس در لیبی، در لبنان، در ایران اسیره، ولی آمریکا پول نمیده. البته دروغ میگه آمریکا، بارها پول دادن بازم میدن. $2 میلیون داد اون پسر دانشجوره از کره آوردن اینجا، بعد از چند روزم مرد. بعد این شارلاتان ترامپ گفت که نه من این رهبر کره شمالی رو قبول دارم، این به من گفته که ما کاری نکردیم، همونجوری که میگه من پوتین رو قبول دارم این به من گفت تقلب نکرده. ولی ببینید الان به کجا رسیده که این آقای قاضی، نه وکیل، قاضی درباره ترامپ چی میگه. و برید ببخشید اینو میگم ولی از خودتون خجالت بکشید ببینید این برنامه داره راجع به همین هواپیمایی که به اصطلاح $2 میلیون پول دادن به کره، گفتن خرج بیمارستان این چیز بوده، ولی اینه این وکی، این قاضیه رو نگاه کنید، این فامیلیشه، ناپولیتانوز، بنویسید جاج ناپولیتانوز، ببینید چی میگه. با انگشتش هم یکی یکی چند تا میشماره، به قول معروف گوشاتو بده به من. President asked his former advisor and my former colleague at Fox, KT McFarland, to write an untruthful letter to the file, knowing the government would subpoena it. That's obstruction of justice. When the president asked Corey Lewandowski, his former campaign manager, to get Mueller fired, that's obstruction of justice. When the president asked his then White House counsel to get Mueller fired and then lie about it, that's obstruction of justice. When he asked Don McGahn to go back to the special counsel and change his testimony, that's obstruction of justice. When he dangled a pardon in front of Michael Cohen in order to keep Cohen from testifying against him, that's obstruction of justice. Ordering them to break federal law to save him from the consequences of his own behavior, that is immoral, that is criminal, that is defenseless, and that is condemnable. Immoral, criminal, یعنی هر چیزی که شما بگی، این قاضی گفت که این ترامپ شارلاتان اینا را انجام داده. بعد مردی که میاد میگه دیدید بعد از 2 سال $30 میلیون هم پول خرج کردن، فهمیدن من بیگناه هستم. بعد یه عده از ایرانی ها میگن آقا اینها نگن نتیجهش اومده، یعنی فقط حرف اینو باور میکن. حالا ببینیم چی میشه. متاسفانه دموکرات ها هم دارن سیاسی عمل میکنن و به خاطر شغل آیندهشون، یکیش همین خانم نانسی پلوس، به خاطر اینکه یه وقت سخنگوی مجلس بودنش به خطر نیفته میگه نه ما ایمپیچ نمیکنیم. ولی خود ریپابلیکن ها، خود جمهوری خواه ها یکی یکی دارن میان این. و الان یه جمهوری خواه آمده که میخواد در انتخابات سال 2020، سال 2020 به اصطلاح حریف انتخاباتی چیز باشه، ترامپ باشه. و 20 تا هم دموکرات فعلا با پیوستن جو بایدن، 20 تا دموکرات نامزد ریاست جمهوری شدن که از همشون بیشتر همین
همین جو بایدن شانس داره. من ببینم کیه. ویدیو کال نمیدونم چجوری جواب بدم. فکر کنم این آقای نمیدونم. بله آقای صدیقی بگیم اکسپت هستش روی خط یا نه. ببینیم که آقای صدیقی من سوربی هستم و روی برنامه زنده دوستانم صدای شما رو میشنوند. هستید یا نیستید؟ نه. ببینید مثلا زنگ میزنه من که جواب میدم اون وقت مینویسه ایرور، یعنی یه جای کار اشتباهه. نگاه کنید اینم سیستمای جدید و اینم زندگی ما. الان کامرا، خب کامرا حالا نخواد داد، کامرا رو دادیم به اون برنامه. میکروفون اون که هست که از میکروفون استفاده کن. اینی که من به دوستان میگم با قرار قبلی، البته بعض وقتا حتی قرار قبلی هم دیدید، مثلا با کوروش ما امروز صبح قشنگ میتونم بگم یه ساعت و نیم چیز کردیم، تماس گرفتیم، برنامه‌شون رو دیدیم، اسکایپشون رو دیدیم، کامپیوترهای جدیدشون رو دیدیم، همچین که خواستیم حالا صحبت کنیم یه اشکالی بود وصل نمیشون. و اما 20 نفر نامزد ریاست جمهوری، امروز هم بهتون گفتم جمعه 26 آپریل 2019 است و برابر با 6 اردیبهشت 1398، همه دستگاه ها رو خاموش کنیم بریم. یه شعری بود میگو من باشم و تو باشی، فکر کنم مال افغانی ها باش، مال به اصطلاح آهنگش افغانی بود، من باشم و تو باشی. این سولی هم بنده خدا میخوندی آهنگا رو. خب ببینیم که چی میشه. میگه Why Iranian women are wearing white on Wednesday؟ چرا زنان ایرانی روزهای چهارشنبه سفید میپوشن؟ حالا بیام ببینیم why یا چرا. یک دقیقه به من فرصت بدین، بیام اینجا. این یک مقاله هست به انگلیسی، بی بی سی نوشته و دوستمون آقا کوروش، کوروش فکر نکن شما رو میگم از آتلانتا، آقا کوروش از فلوریدا، بای نسیم حاتم، 14 ژوئن 2017. به به، عجب این مقاله خیلی تازه است، مثل کتلت شب مونده، تقریبا یه 2 سالی مونده. A new social media campaign against a law which forces women to wear a headscarf is gaining momentum in Iran. این دوست ما هم یکم چیزهای قدیمی رو میفرسته، چون برای اون جدیده، برای ما فکر کن جدید. اتفاقا من براش نوشتم اینم یکی از اون کارهای دیگهی که مثل جنبش یکم آزادی، جنبش آزادی فردا، از این مزخرفات. الان هم یه چیز دیگه شروع شده، مثل که پلیس هم تو ایران میره میگیردشون اینا. این کارهای اینجوری فایده نداره، این کارهای اینجوری شما این خانمها و دخترهای بنده خدا رو میدی دو دستی دست این پاسدارا، دست این بسیجی ها، دست این جهادی ها. من نمیدونم مملکتی، ملتی که به زندانی شدن افتخار میکنه، اینو ما باید چیکار کنیم؟ هم دوره شاه ما این مکافات داشتیم، هم دوره شیخ. آقا شما باید 10 درجه، 1 درجه، 2 قدم جلوتر از آخوند باشی، خودتو ساده ندی دست اینا بگیرن ببرنه. اصلا یه چیزای اولیه‌ای که یاد میدن اینه که حمله کن و فرار کن، بزن و در رو. شماها نزده وای میسین میگین منو بگیر و الا میزنم تا. خب اونا میگیرن میبرن زندان، تجاوز، اعدام، بعدم ما 2 روز عکساتونو پخش میکنیم تموم میشه میره، نفر بعدی تشریف بیارید تو صف. امروز برای یه دوستمون که با انگلیسی مقاله رو فرستاده بود، خانم شیوا محبوبی، نوشتم خب شما فکر نمی کنید که این مقاله به انگلیسی باید به فارسی و به آلمانی و به چند تا زبان دیگه هم ترجمه بشه، مهمترینش به فارسی؟ ایشون گفته بود بله، ولی ما ریسورس نداریم. ریسورس حالا یعنی منبع، به اصطلاح دستمون باز نیست، آدم نداریم، پول نداریم. گفتم خب اشتباهه، از خودتون سوال کنید چجوری خمینی و بنی صدر به قول شما میگید از کارتر پول گرفتن میلیون ها دلار. خود آقای بنی صدر شخصا به من گفت نه آقا، حاجی بازاریای ایران، اسمم آورد، دستمالچی، فرشچی، جورابچی، یه هم چیزی.
اینا هزاران هزار دلار و مارک می آوردن می دادن فرانسه، و خمینی هم می گفته به اینا بگو فردا شغلی بهشون نمی دیم. چجوری که اونا تونستن شما نتونستید و شما نمی تونید؟ خب این پلی بوکتون این خرابه، این کتابی که خوندید اشکال داره، کتابه رو عوض کنید. بعضی وقتا وایسین، بارها این اتفاق برای من افتاده. اون موقع که با نقشه نگاه میکردیم میرفتیم این ور اون ور، حتی مثلا بچه همون میگو بابا من اینجا تا حالا این تابلو رو 3 بار دیدم. آقا خانم وایسید ببینید کجا قرار گرفتید، کجا بودید، کجا میخواین برین، نقشه راه رو نگاه کنید. اینجا بهش میگن رود مپ، نقشه راه رو نگاه کن. شما یه جایی به جای راست پیچیدن اگه چپ بپیچی اشتباه، تمام اون راست لفت نمیدونم فلان همه بعدی غلط میشه، بدونی که غلط باشن غلط میشه. آخه من نمیفهمم این همه مهندس، دکتر، دانشمند، پروفسور، حریف 4 تا آخوند نمیدونم چی میگه شپشی نمیشه. خب کارتون اشکال داره. بله این بحث زنان در تخصص آقای کاووسی است. کاووسی بیا جواب خوشنودی رو بده. میگه اون خانم‌ها که فیلمشون رو نشون دادیم در مترو گل میدادن به خانم‌های چادری، در اون مال چیز بود، اون تا جدید بود، ولی اینی که این دوست ما آقای کوروش فرستاده این مال جون 2017 بود، اصلا فایده نداشت. بله و اما اینجا ببینید راهش اینه، من خودم هم برای سلامتی خودم هم برای که کمک کنم به دیگران میریم خون میدیم. شنیدیم هم تو اسلام میگن نمیدونم حجامت یا خون دادن و اینها خوبه، هم اینجا میگن وقتی شما خون میدی بدنت شروع میکنه اون نمیدونم گلبول قرمز و گلبول سفید و فلان اینا دوباره درست میکنه و به حرکت در میاد. بعد از همه اینا مهمتر ممکنه جانی یه نفری نجات بده. بعضی وقتا به هر دلیلی مردم کار دارن، مشغولن، زمستونه، حوصله ندارن برن بیرون، نمیرن خون بدن و این بانک خون میاد پایین، مقدار خونی که اونجا داره. همین امروز برای من 2 ساعت قبل 1 ساعت قبل نامه نوشته که My name is Edward Hicks I not only میگه که اسم من فلانیه، من نه تنها برای این بلاد دونر یعنی اهدای خون کار میکنم، بلکه خودم هم خون اهدا میکنم و الان در شرایط خیلی بدی هستیم. نمیدونم 29 یا 27 میایم فلان جا، 29 میایم رستون تاون سنتر، 10 دقیقه با اینجا فاصله ده. بعد میگه اگه ساعت 3 تا 7 بیاین خون بدید، 1 ساعت کلن وقت میگیره که 200 cc 400 cc نمیدونم خون ازتون بگیرن، فکران 200 cc میگیرن، بهتون پیتزا میدیم، بهتونم 10 دلار میدیم برین سینما. خب اینا میدونن اون کسی که میاد خون اهدا کنه از گشنگی کنار خیابون نمرده که بیاد پیتزا بخوره، اینا میدونن اون کسی که میاد خون اهدا کنه میتونه این خونه رو بفروشه، احتیاج به 10 دلار اینا نیست، ولی این کارا رو انجام میدن، تشویق میکنن که مردم بیان. میگم شما حتما بچه تون تو خانواده بوده دیگه، نهار خوردی داری میری بری مهمونی، حالا اونجا هم قرار شام بخوری، چون تبلیغ مکدونالد نشون داده فلان اسباب بازی، به سر دخترت میگه ای بابا مکدونالد، فکر میکنه گشنش شده، در اصل که گشنش نی، این فکرش تو دنبال اون تبلیغ اسباب بازی. بله اینم از این ماجرا، ببینیم باز چی گذاشتیم. و خوش آمدگویی ماوری نخست وزیر نیوزیلند به 16 ویلیام. این خیلی جالبه. من یادم دانشجو بودم رفتم تهران، اگه اشتباه نکنم یه سینمایی بود به نام سینما کاپری، یه فیلمی آورده بود مال آنتونی کوئین، که آنتونی کوئین فکر کنم نقش یه اسکیمو رو بازی میکرد. بله میگه در ایران مجانی بود من خون میدادم. بله در ایران مجانی بود، ولی در ایران بعضی هم میرفتن خونشون رو میفروختن، اونم بود همینجا هم همینجوره.
هم بلاد دونر داری که میره اهدای خون، هم بانک خون هست که میره خون تو میفروشه. بله، میگه که خوش آمدگویی ماوری نخست وزیر نیوزیلند به شاهزاده ویلیام در این مدل از خوش آمدگویی به مهمان، ماوری ها به جای در آغوش گرفتن مهمان پیشانی خود را روی پیشانی طرف مقابل و بینی را روی بینی مهمان میگذارند. حالا همین کار رو این بیچاره جو بایدن انجام داده. میگن که نه، این منظورش مثل آلاسکایی یا مثل اسکیموها این بوده که دماغشونو که به هم میمالن میخوان برن گوجی گوجی کنن به اصطلاح. اینم باز دوباره اون خبر، صورت حساب 2 میلیون دلاری کره شمالی برای زندانی آمریکایی ترامپ، برای زندان آمریکایی که ترامپ تکذیب کرد. روزنامه واشنگتن پست میگوید دونالد ترامپ پذیرفته بود که برای آزادی دانشجوی زندانی این کشور در کره شمالی 2 میلیون دلار بده، بعد تکذیب میکنه. خب این معلومه، هر چی دلش بخواد، هر جا دلش بخواد دروغ میگه، عین خیالش هم نیست. خروج از اجباری از ایران یکی از دلایل کاهش فروش شرکت رنو اعلام شد. زنگنه گفت امارات و عربستان درباره ظرفیت های نفتی خود بزرگ نمایی میکنند. آقای زنگنه، شما چی کار داری با اونا؟ کاری به خودت داشته باش، بگو به مردم که الان که شماها رو تو تحریم گذاشتن چه خواهید کرد. این دوستمون از خلیج فارس نوشته که من این متن را ننوشتم، دریافتش کردم، برای شما هم فرستادم. خیلی من میگه اگر پیامبری برق را اختراع می کرد، این تیترش، آیا تا به حال تأمل و اندیشه کرده اید که اختراع برق توسط ادیسون، همین غلطه، ادیسون برق را اختراع نکرد دوست، این فرانکلین رئیس جمهور آمریکا، جورج فرانکلین این الکتریسیتی را اختراع کرد، ادیسون لامپ را اختراع کرد. تازه همونم برید این ماشینای تسلا هستا ببینید که ادیسون هم یه جورایی مثل این ترامپ بوده، کلاهبردار بوده، از موقعیت بد مردم و مخترعین سوء استفاده میکرده، اختراعات اونها، کشفیات اونها را به اسم خودش ثبت میکرده. در صورت این اشتباهه، ادیسون برق رو اختراع نکرد. آیا تا به حال تأمل اندیش کرده که اختراع بعد توسط ادیسون از تمام پدیدهای اطراف ما با ارزش تر است؟ آیا اختراعی که ادیسون پدید آورد و همه ما از لذت آن بهره مند شدیم با معجزات پیامبران که هیچ کس تا کنون آن معجزات را با چشم خود ندیده برابر است؟ کدام یک از این دو برای انسان آرامش و خوشی آورد؟ کدام یک برای بشر مفیدتر بودند؟ آیا پیامبران که مردم را از جهنم میترسانند تا زکات و غنایم بگیرن برای مردم سودمندتر بودن، یا ادیسون که شب ما را روشن کرد؟ آیا تا به حال با خود فکر کرده اید اگر پیامبران فرستاده خدا و معجزه‌گران چرا نتوانستن حتی یک پدیده ماندگار برای آیندگان خیش خلق کنن؟ یقینا اگر برق را پیامبران اختراع کرده بودن معلوم نبود چه خمس و زکاتی از مردم روی زمین مطالعه می نموده. خب چقدر خوب شد، درست این همون ماجرایی که برای اون دوستان نوشتم. آقا خانم، این همه ذکر مصیبت من و شما رو تبدیل کرده به آخوندا. ما به آخوندا فوش میدیم، میگیم اینا یه نفر 1300 سال پیش مرده، هر روز زندش میکنن، از رشادتش میگن، از عقلش میگن، فردام از شهادتش میگن، از اینکه چقدر بیعقل بوده که سر دعوای یه زن رفته خودش و خانواده‌اش و 72 تا نمیدونم یارش از دست داده. خب اونا هم همین ذکر مصیبتی رو میکنن که شما، حالا شما نوشتی، من ننوشتم، کسی دیگه نوشته. خب حالا چه کار باید بکنی؟ بله، حالا موسی دریا رو باز کرد که بعد معلوم شد دروغه، اون یکی نمیدونم چوب و مینداخت زمین میشد مار، اون یکی اژدها میخورد، اون یکی با سوسمار حرف میزد. طرف گفت آقا معجزه پیغمبر این بوده که با سوسمار حرف میزده. گو احمق، معجزه سوسمار این بوده که با پیغمبر حرف میزده. به چه زبانی؟ بله، اگر پیامبری، و اما
خب اینم برنامه هفته آینده چهارشنبه که ایشون لطف کرده فرستاده، متن انگلیسی را لطفاً بخوانید. این هم خاک بر سر ترامپ به خاطر پول، برای که ورشکست نشه. ببینید خودش رو، خانوادش رو به چه مسخرگی انداخته و کشیده که امروز این کاپوت یا کاندوم درست کردن. بعد نوشته که Some people should never have been here born. بله، میگه بعضی از آدم ها هیچ وقت نباید به دنیا میمدن. یکی از اینا هم همین ترامپ شارلاتانه که میگه کارشون که تموم شد باید این کاپوت رو گره میزدن و این آشغال رو تو سخت سطل آشغال مینداختن همون جایی که بهش تعلق داره. خب اینم از این. باز هم این ذکر مصیبت بود. چه باید کرد؟ ترامپ الان اونجاست، باید زنگ بزنید به نماینده ها. حتی اگر شما سیتیزن نیستید میتونید زنگ بزنید، اونا هم موقع سیتیزنشیپتون نگاه نمیکنن. زنگ بزنید و بگید که برن دنبال ایمپیچمنت یا استیضاح این مردک. و اما انتقادهای شدید جهانی از اعدام ده ها نفر در عربستان سعودی. این عربستان سعودی که این آقای ولیعهد آمد، فکر کردن که به به این چه آدم پیشرفته ای هست و به خانما گفت میتونید رانندگی کنید و بعد نمیدونم آزادی های اینجا و اونجا و اینها. این شارلاتان نادان هم البته به خاطر پولایی که از اینها قرض گرفته بود مجبور شد اولین سفر خارجی رو بره کجا؟ بره عربستان سعودی. ولی آیا شما توی رادیو تلویزیون های آمریکایی چیزی شنیدید از اینکه محکوم کنن گردن زدن در میادین شهر عربستان و اینها؟ نه. چرا؟ چون پول میگیره. کی پول میگیره؟ شارلاتان بزرگ ترامپ. کی پول میگیره؟ بچه شارلاتان بچه هاش. کی پول میگیره؟ داماد شارلاتان اون عقب افتاده کوشنر. و اما این عکس آتلانتا رو بهتون نشون بدم، وقتی مصاحبه میکردیم با آقای کوروش خان این بوده ماجرا. حالا بعد نامه اون عقب افتاده رو هم براتون میخونم. کی عقب افتاده؟ بهمن بیگ. یا شاید نخونم واقعا، همون به قول دوستمون جواب احمقان خاموشی است. خب و اما ساعت 3:13 است. این هم از این ماجرای سفیر نماینده های اروپا. میگه که نمایندگان اروپا، اینجا کامرای دو، نماینده این دفتر بروکسل، نماینده سبزها در پارلمان اروپا گفت فقرا نسبت به ثروتمندان دی اکسید کربن کمتری تولید میکنه. خب بهشون جایزه بدیم، اینا رو هم اگه فردا پول بهشون بده اینا هم همشون دیگه سوار اتوبوس نمیشن، 20 نفر با یه اتوبوس برن با ماشین میرن، اینا هم گاز تولید کردنشون از اون پولدارا بیشتر میشه. در صورت من نمیدونم چه باید کرد. این طنزی از زنده یاد احمد شاملو رو برای پاسداری از زبان فارسی براتون خوندم. راهپیمایی در نیویورک و ماجرای پرچم در روز 13 در آتلانتا. پرچم شیر و خورشید نشان ایران به کوری چشم دشمنه. این احمقا ازشون سوال کن تاریخچه پرچم ایران چیه؟ History of Iran flag. اونم نمیدونه. برای چی؟ برای که مرشدشون آقا رضا فاضلاب بوده، مرشدشون آقای فولادوند بوده. راست یکی از دوستان از کانادا دیشب دیروز زنگ زد گفت آقای سوربی از این آقای انصاری سوال کنید چرا فره یه بار یا دو بار دست به خودکشی زد. بعد از ایشون سوال کنید اون خانم پیرنیا، نه این خانم پیرنیا که اینجا زن داریوش پیرنیا هست، اون خانم لوسانا یا همچیزی پیرنیا، رابطش با شاه چی بود؟ چرا این که دکتر بچه ها بوده همیشه با شاه بوده؟
گفتم خب بگو دیگه. گفت نه، شما از آقای انصاری سوال کن، بعد من میام بهتون میگم. خدمت شما آقای سلیمانی. یاران منشینید خموش. با درود آقای کورش سلیمانی، شما بهتر از برای اینکه همیشه حاشیه بروید و پرچم شیر خورشید ایران را وسط قرار دهید، برای اختلافی بین شما و شخصی بیایید و شام. اصلا جملاتشون رو نگاه کنید، خدا شاهد بچه کلاس سومی، بچه کلاس پنجمی از اینا بهتر جمله می‌نویسن. جمله که می‌نویسن احمقا فعل فاعل مفعول رو رعایت نمی‌کنن. یکیش فاعل نداره، یکیش فعل نداره، همشون که مفعولن خودشون. جمله رو نگاه کنید، آقای کورش سلیمانی، شما بهتر از برای اینکه همیشه حاشیه بروید. حالا این کیه؟ یه عقب افتاده ای تو آتلانتا. مجاهدین پول میدن، سوار اتوبوس میشه میاد. شاه اللهیا پول میدن، میره تظاهرات. یعنی اینا مزدوران متظاهرن. باورتون میشه؟ تظاهر کننده برای استخدام. شما زنگ میزنی آقای بهمن بیگ فلان جا آش مجانی میدن، بلیت مجانی میدن، خودت و دخترت هم که دولت حقوق میده بهش برای که ازش سرپرستی کنی، بلند شه سوار شه بیاد. اینم بلند میشه میاد، پول مفت، نهار مفت، شام مفت میاد. اینا میخوان برای مردم ایران یک کاری انجام بدن، اینا میخوان مردم ایران رو آزاد کنن. وقت همینا جلسه میذارن، اون آقای دکتر علیرضا نوریزاده میاد و اون مدهی رو میگه آقا این اصلا خداست، شما نمیدونید که خدا چه نعمتی به ما رو کرد داد که این مدهی آمد تو دامن اینا. نکاتی درباره بیانیه چندین صفحه‌ای محسن مسرت در تاریخ 24 آپریل 2019. یه نامه آلمانی به دست من رسید. بعضی از این دوستان فکر کنن ما چون آلمان بودیم اون موقع دو کلمه آلمانی بلد بودیم، هنوزم میتونیم صحبت کنیم. البته این روزا با وجود گوگل ترنسلیت کارا آسون شده، ولی خیلی مواظب باشید. ترنسلیت که میکنین، ترجمه که میکنین، یه دفعه یه چیز غلط میزنه بیرون. بمانه. یه دوستی برای ما یه ایمیلی فرستاد که آلمانی بود و تو اون حمله کرده بودن به آقای دکتر حسن ماسالی که آقای ماسالی چرا دیگران رو متهم میکنی که اینها ماموران جمهوری اسلامی هستن. آقای ماسالی برداشته این جواب رو داده: رخنه عناصر مزدور و فرصت طلب در درون نیروهای ملی و ترقی خواه ایران یک امر جدید و ناشناخته ای نیست، اما برخی از این عناصر مهارت دارند که با القاب و عناوین مختلف قاطی محافل گوناگون بشوند تا رد گم کنند. این آقا، منظورشون همین آقای محسن مسرت است، سالها خودش را به عنوان دوست و همرزم به من معرفی کرد، اما رابطه چندانی با او نداشتم. پس از اینکه نقش فرصت طلبانه، تخریبگرانه و سازشکارانه او را مورد نقد قرار دادم، مدعی شده است که حسن ماسالی از دخالت نظامی آمریکا در ایران حمایت می‌کند. اما به عنوان یک پروفسور نادان، حالا شما ببینید این آقای ماسالی دکتره اینجا در مریلند، به اون آقای پروفسور میگه پروفسور نادان. وقتی اینا خودشون یک دیگر رو نادان و خائن و تنفروش مزدور خطاب میکنن، دیگه از من و شما چه انتظاری باید داشته باشن؟ اما به عنوان یک پروفسور نادان فراموش میکنن که مدرک و سندی ارائه بدهن و همچنین فراموش میکنن که من چندین کتاب مستند به زبانهای انگلیسی، آلمانی و فارسی علیه تجاوزات نظامی آمریکا و دول تجاوزکار در ایران و کشورهای دیگر انتشار دادم. همچنین فیلم مستندی در این باره پخش کردم که در تارنگار یا وبسایت ما انتشار یافتند. ایشان ناخودآگاه یا آگاهانه می نویسد که مخالف سیاست براندازی رژیم می باشد و آن را اسلام حراسی می نامد. بنابراین
آگاهانه از حکومت اسلامی فاشیستی حمایت میکند و هر نوع تلاش مبارز جویانه مردم ایران برای براندازی رژیم آخوندهای دزد و جنایتکار را نامطلوب میداند. باید به این پروفسور نادان و سرسپرده یادآور شوم که همین رژیم جنایتکار اسلامی به وسیله همین یا همان ابرقدرت ها در ایران مستقر گردید و ما از طریق اربابان رژیم خمینی نمیخواهیم به قدرت برسیم. دکتر حسن ماسالی، 25 آپریل 2019، یعنی دیروز. من یادمه که آقای حسن ماسالی سالها پیش میگفت اینجا پنتاگون و به اصطلاح دست‌اندرکاران دولت آمریکا بهش گفته بودن که شما بیا ما حمایت میکنیم. گفته بود چیزی رو که شما امروز حمایت میکنین فردا میخواین که ما مثل نوکر به اصطلاح اطاعت کنیم، فرمان ببریم و ما نمیخوایم. این تا اونجایی که من خبر دارم. حالا اگه شما چیزی میدونید آقای مسرد یا دیگران خیلی خوش آمدید بیان اینجا. این یار انگلیسی اینجوری میگه یار موردن ویلکام تو کام هیر، میتونید بیاین اینجا تشریف بیارید و با دوستان صحبت کنید. و اما تغییر فاحش سیاست جمهوری اسلامی بوی نرمش قهرمانانه می آید. امیر سماوات ایران بریفینگ گفته که رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 4 اردیبهشت پریروز درباره توقف معافیت به مشتریان نفتی ایران گفت اولا تلاش اینها به جای نمی رسد. ما آنقدری که نیاز داریم و خودمان اراده می کنیم می توانیم نفت خود را صادر کنیم. به ادعای خامنه ای دشمن علیه ملت و انقلاب عظیم و جمهوری اسلامی ما بارها اقدام کرده و ناکام شده، حالا هم پرداخته به مسائل گوناگون اقتصادی و میگویند میخواهیم ملت ایران را به زانو در بیاوریم. اما بدانند ملت ایران در مقابل آنها به زانو در نخواهد آمد. همزمان وزیر امور خارجه ایران تبعیت کشورها از تحریم های یک جانبه آمریکا، اجازه بدید، بله پرید بالای دفعه موضوع، آها، اجباری دانست و گفت آمریکا میز را ترک کرده است. میز همانجاست. ما با کشورهای دیگر که همگی منافعی داشتیم و با هم رقابت میکردن به بهترین قراری که میتوانستیم رسیدیم. وی تصریح کرد ما میدانیم که آمریکا اقتصاد بزرگی است و کشورها نمیتوانند بازار آن را از دست بدهند و برای همین از تحریم ها تبعیت میکنند. اما آمریکا باید بداند که کشورها از روی اجبار و فشار این کار را میکنند. آیا ما میخواهیم سیستم بین الملل را بر اساس اجبار تعیین کنیم؟ آقا وقتا هم گفتن حالا که زوره یا حسین یا علی هرچی. اینم از این ماجرا. و ببینیم ماجرای چیز به کجا میرسه، این نفت و تحریم و اینها. چون گفتم هم آمریکا هم ایران یه قسمتش میگه نه 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 ما نمیخوایم، یه قسمتش میگن چرا بیاین بشینیم صحبت کنیم. کدومشون موفق میشن و به نتیجه میرسن خبر نداره. میگه نتیجه یک تحقیق نشان داده که ایران و عراق جزو 10 کشور غمگین جهان هستند. خب حالا که دیگه عراقی هم اومدن تو ایران، غمگین در غمگین میشه غمگین به توان 2. بله اینجا 25 آپریل دیروز باز فارسی بی بی سی نوشته که خون ما یکیست. حشد شعبی در عراق نشست در ایران نشست سپاس از ایران برگزار کرد. همزمان با سال روز تشکیل حشد شعبی شبه نظامیان شیعی عراق، کنگره‌ای با نام سپاس از ایران در بغداد پایتخت عراق برگزار شد. کنگره گرامی داشت نقش ایران در فروپاشی نیروهای موسوم به دولت اسلامی داعش با شعار خون ما یکیست دمناواه روز چهارشنبه در خیابان فلسطین در شرق بغداد برگزار شد. میزبان این کنگره نیروهای حشد شعبی بودند و شماری از مقامات امنیتی
نظامی و سیاسی ایران و عراق در آن حضور یافتم. خب اینم از این، ببینیم که بعدیش چی میگه. و اما احضار دریافت کنندگان پیام کشف حجاب موجب ازدحام در خیابان وزرا شد. این بود که بهتون گفتم یک جنبش جدیدی هم دوباره امروز را افتاده. حالا ببینیم چقدر از این جنبش ها میاد تا یه روزی بالاخره مثل لیبی، مثل تونس، یه جنبش حقیقی انجام بشه، مردم بیان در میدان شهر اونجا وایسن، دو سه روز اونجا بمونن. ولی بلا فاصله مردم فکر میکنن خب در لیبی شد، در تونس شد، در مصر شد، سرانجام اونها چه شد؟ یه کمی ترسناک. احضار دریافت کنندگان پیامک کشف حجاب. اولا ملتی که هنوز بعد 60-70 سال کشف حجاب رو غلط میگه، رفع حجاب رو میگه کشف حجاب. بابا کشف موقعی که یه چیزی در طبیعت وجود داره، یه نفر برای اولین بار اونو پیدا میکنه، اختراع هم نیست، کشف، وجود داره پیداش میکنه، این میشه کشف. آقای رضاخان قلدر به جای این که به مردم بگه رفع حجاب، ورداش گفت کشف حجاب. این دوستان کمدان ما هم همین جوری این کشف حجاب رو گرفتن، ول نمی کنن. آقا خانم رفع حجاب درسته، حجاب کشفش انجام شده بوده، خدا می دونه از کی، بعد به زور رو سر مردم کشیده بودن، خدا می دونه از کی، بعد رضاخان می خواست به زور از سر مردم بکشه، خدا می دونه از کی، که امروز نتایج بد همه این کارا گریبانگیر مردم ایران شده. ما که از یک کلمه نمیتونیم درست استفاده کنیم، خب میگفت هر کی میگه نون و پنیر، تو برو سرتو بذار زمین و بمین. ارسال پیامکی از جانب پلیس امنیت اخلاقی برای تعدادی از زنان در تهران در ارتباط با کشف حجاب در داخل خودرو، احضار آنها به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا، خیابان خالد استانبولی، باعث ترافیک در این منطقه شد. تعدادی از زنان در تهران ظرف یک ماه اخیر پیامک هایی را مبنی بر کشف حجاب در خودرو از سوی پلیس امنیت اخلاقی دریافت کردند. به گفته تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، برخی از صاحبان خودرویی که این پیامک را دریافت کردند مرد بودند. سلام، مالک خودرو به شماره پلاک فلان، سرنشین راننده خودرو شما مرتکب جرم کشف حجاب شده است، لذا به منظور جلوگیری از تکرار جرم به شما تذکر داده می شود. پلیس امنیت اخلاقی ناجا، و بگی نابجا، ابلاغیه مالک خودرو شماره فلان، در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته، لذا ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار. ببینید برای خودشون کار درست کردن، بیکاریه دیگه، نه صنعتی، نه کشاورزی، نه تولیدی، اینا برای خودشون کار درست کردن. تعداد زیادی از دریافت کنندگان این پیامک امروز در مقابل ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در وزرا حاضر شدند. یک شاهد عینی که خود از دریافت کنندگان پیامک بوده است به بی بی سی گفت چندی پیش پیامکی با این مضمون دریافت کردم که سرنشین یا راننده ماشین مرتکب جرم کشف حجاب شده و به منظور جلوگیری از تکرار جرم به شما تذکر داده شده است. به فاصله چند ساعت پیام دیگری دریافت کردم که باید ظرف 72 ساعت به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه کنم. ای داده بیده. حتما بعدم معلوم میشه که اینم یکی از همین عقب افتاده های چیز این کارا رو انجام میده و پلیس ایران هم به جایی که از این سیستم ها، از این امکانات، از این تکنولوژی جدید استفاده کنه برای تماس گرفتن با مردم، بهشون هشدار بده امروز میخواد برف بیاد، بارون بیاد، سیل بیاد، ناگفته نمانه. در همین آمریکا قرار شد این کار انجام بدن و تا امروز که من و شما نشستیم هنوز چنین سیستمی نیست که برای ما چی بفرستن، پیامک بفرستن
که سربی امروز دو بعد از ظهر میخواد اینجا طوفان بیاد و تمام برگای درختها برگای جدید ریخته رو زمین، اینقدر این بارون زده بریم. آتاتورک همین کار را کرد، فقط گفت فاحشه ها حتما باید در خیابان ها با حجاب باشن. روز بعد کسی حجاب نداشت، اونم اشتباه کرد. آقای خرسندی الان چی شده؟ الان این اردوغان با خانمش رو نمیدونم اینا دوباره حجاب را انداخت، دانشگاه اسلامی را انداخت. آقا چرا تو آمریکا، چرا تو کانادا کسی از این غلطا نمیکنه؟ برای که اینا باور دارن شما به تدریج میتونی آموزش و پرورش رو عملی کنی، نه به زور. این ما نمیدونم میدل ایسترنیا، ما خاورمیانه یا همش زور تو مغزمونه. بابا به بچهش زور، بابا به همسرش زور، مادر به بچه زور، برادر به خواهر زور، برادر بزرگ به برادر کوچکتر زور، همش زور زور زور. بعدم وقتی میرسیم یه جایی میگیم چرا به ما زور میگن؟ البته منظورمون اینه که چرا من قدرت ندارم به شماها زور بگم. هممون عاشق زور گفتن هستیم چون همش بهمون زور گفت. آقا این آقای آتاتورک خب گفت که خانمای فاحشه باید اصلا این یعنی من نمیدونم درست باشه یا نه، چون قبلا هم شنیده بودم از این چیزها خیلی میچرخه تو اینترنت. اگه همچین چیزی گفته باشه خب اونم غلط بوده، اونم اشتباه بوده. آقا بیا نشون بده بهشون، بگو که نگاه کن شما وقتی دو تا دست اینو میگیری بچت میخواد بیفته زمین، تا بخوای اینو ول کنی بچت افتاده، بعد اینو میگیری خاک خیابون و جا خاکی رو هم داری میاری تو خونت، بعد اینجور بعد اونجور. آموزش بعد پرورش، با این آموزش اینا رو بزرگ کنن، پرورش بده. شما یه درخت میکاری میبینی این چون نور اینوره اینجوری میره به این طرف، میای یه بند میبندی میکشیش این بند نگهش میداری، ولی اینو نمیکنی ببری بذاری اون بند، با بند و با اینا مهارش میکنی، درستش میکنی، بغلش میبندی، این درست میشه. خب آقای سبا تبارم اینجان، سبا هنوزم شعر میگی یا نه؟ اون برنامه ها چی شد؟ نانوایی در قندهار 30 سال است خبرهای بی بی سی را ضبط میکنن، اون دیگه خیلی بیکاره. راه ابریشم جدید طرحی که چین را به جهان وصل میکنن. بله، چرا هزاران جوجه پنگوئن امپراتور در قطب جنوب ناپدید شدن؟ پنگوئن ها از دست آدم ها در رفتن. افسانه های پریان کلیشه های جنسیتی که برای کودکان مضرن. آره شما اینو میگی، ما یک سری کتاب های بچه ها مال ایرانی و اینها داریم دیگه، خب گفتیم برای نوه هامون بخونیم دیگه، این دخترمون نوهش 3 سالشه گفتیم حالا دیگه میفهم بخون. آقا چشمتون روز بعد نبینه، نمیدونم این چی شنگول و منگول دسته گل و روبا و اینا، اصلا اینه که میخونی بچه براشفته میشه این چه خبره، این روبا میخواد بره اونو بخوره، اون میخواد اونو بکشه. گفتیم بابا بریم اون که اصلا فعلا این کتابا رو بذاریم اینجا. خانم تنازی میگه دوستم 2 هفته پیش به استخر رفته بود، زنان آسیایی با روسری داخل استخر شده بودند. ابله ها به آلوده کردن آب فکر نمی کردن که کودکان هم در همان آب شنا می کنن. من یادمه آلمان وقتی ما رفتیم گفتن که اولا از این شورتای آمریکایی بلند و اینا نه، باید اسپیدو بهش میگن، مایو، مایو بپوشی، بعدم همه مرد و زن باید کلا از این کلاه شنا بپوشی که حتی تا اونجایی که امکان داره موهاتون جدا نشه توی استخر بریزه. ولی خب با همه اینا چون عمومیه چی میشه؟ بله اون خانومی که با حجاب میاد، این حجابی که تو خیابون پوشیده دود و فلان اینا، میاد اونجا میره و نمیدونم. خلاصه بشر بعد از 21 قرن حساب شده و تاریخ شده و نوشته شده به اینجا رسیده، بعد از اینجا به کجا میخواد بره دیگه نمیدونم. آهان اون نامه ای که به شما گفتم اینه، In support of jailed workers and workers movement in ایران. این کلمه را من فکر کنم جیل نباید استفاده کنن، جیل یعنی بازداشت، بازداشت موقت، پریزن میشه زندان. اینو بعضی از دوستان خود منم اشتباه میکنم، در صورت خانم شیوا محبوبی خیلی انگلیسیش از من و دیگران بهتره و ایشون یه نامه ای نوشتن
resolution in support of jailed worker and workers movement in Iran. و من وقتی اینو دیدم همون بهشون گفتم که این با انگلیسی، حالا ما دو کلمه بلدیم ولی اونایی که بلد نیستن چه میشه. خب من اندی رو بهتون نشون دادم. امشب 26 در همین وینا برنامه است، کاراوکی هم اضافه کردن. اگه صدای خوبی دارید میتونید بیاین آواز بخونید، صدای بدی هم دارید مهم نیست، بیاین بخونید. و فردا هم اندی برنامه داره در کالیفرنیا. و اما والنتاین، این دوست خوب ما آقای بیژن جعفری، اجازه بدید من سایتش رو بهتون نشون بدم، والنتاینز موتورز. من نمیدونم که ایشون اون افرادی رو که میخواست استخدام کرد یا نه، ولی فعلا ما نشون میدیم، شما با خودشون تماس بگیرید اگر استخدام نکرده باشن که بهتون میگن، و اگر هم استخدام کرده باشن باز بهتون میگن. اینجا رسمه، نگه میدارن چند تا از اینفورمیشن ها رو برای وقتی احتیاج داشتن بهشون تماس میگیرن، میگن که مثلا ما الان اوپنینگ داریم. خب اینه والنتاین مودرز، و این همون اسم سنت والنتاین، روز اون روز عشاق این هست، والنتاینز موتور. برید نگاه کنید اگه میخواید ماشین بخرید. فقط فکر نکنید اگه تو این منطقه هستید میتونید ماشین بخرید. ماشین میخرید براتون میفرسن، ماشین میخرید براتون رانندگی میکنن میارن، و ممکنه حتی از کشورهای دیگه هم اگه بخواید اینها بتونن براتون شیپ کنن، پست کنن. یه دوستی مدت ها پیش با من تماس گرفت، گفت که با یک مجری تلویزیون تماس گرفته و ترتیب به اصطلاح ایمپورت اکسپورت، از اینجا اکسپورت و از اونجا ایمپورت رو دادن، بعد به مشکل برخوردن، معامله شون درست به اصطلاح انجام نشده و از هم دلخور بودن. گفتم خب شما ببینید، شما باید با افرادی که مغازه‌ای دارن، دکونی دارن، جوازی دارن. حالا من همین دیروز رفتم اینجا، اینجایی که امشب قرار برنامه 26 باشه، و دیدم آقای تبریزی این لایسنسش یا چی میگن استیت کورپوریشن کامیشن، اجازهشو قشنگ قاب گرفته زده به دیوار. یکی از این چیزایی که شما میرید نونوایی اینا هر جا میری، این چیزایی که قاب گرفتن، حالا یکیش اجازه بهداشت و اینا هست، ولی اولیش اجازه است که این طرف به اصطلاح چی داشته باشه توی این شهر، توی این محل، توی این استیت، توی این فرمانداری به اصطلاح کارش درست باشه. متاسفانه دوستان ایرانی هم که در کارهایی که بدون لایسنس هست و اینا خیلی واردن. فهم با یه دوستی دیروز صحبت میکردم راجع به ساختمون شد و اینا، گفتم تو ایران پی میکندن فاوندیشن یا پایه رو اونجا، والا یا کانکریت بود یا سیمان بود، هرچی سنگ بود میذاشتن، بعد دیوارها روی این ساخته میشد. پس اول اون بود که به خاطر همینم بهش گفتن پی، بعد دیوارها، بعد سقف. معلوم بود که چی رو گرفته. حالا اینجا تا موقعی که این سقف رو نذاشتن، خونه یه بادم که میاد اینجوری میشه، سقف رو که میذارن تازه خونه رو میگیره. بعد ایشون گفت که البته یادت باشه اینا چون از لحاظ فیزیک و حساب و محاسبه و اینا هست، با وجودی که یه باد که میاد خونه تکون میخوره چون با چوب چرخ چرخ صدا میده، ولی از خونه های ایرانی خیلی محکم تره. گوه از خونه هایی که کانکریت و آجر و اینا هست خیلی محکم تره. دوستان عزیز اجازه بدید ما همینجا یا بذاره باشیم تا 4 باشیم دیگاره که هستیم. آها یه برنامه هست 5 ماه می، و بهتون گفتم که این اجازه بدید اینجا هست، صبر کنید من عکس اینو درست کنم بهتون بگم که چیست، کجاست، چه خبره. بله یه برنامه فاندریزینگ یعنی کمک جمع میکنن، جمع آوری کمک به اونهایی که نیازمندن. و این پنلی هم که اونجا میاد صحبت میکنه، ببینید 5 می الان 4 روز 5 روز اینجا، 5 روز دیگه هم اونجا، 10 روز 11 روز، ولی از کی برنامه‌هاشون معلوم شده که این افراد میان سخنرانی میکنن، شما میتونید سوال کنید اینجوره اونجوره. بله ممکنه 2 مهمون هم اضافه کنن بهش، ولی بالاخره باید با برنامه باشه.
اینکه هر کدوم از ما یه سازمانی تشکیل دادیم و فکر میکنیم که برنامه ما خوبه برای براندازی و برای جانشین کردن، نتیجهش اینه که بعد از 40 سال به هیچ جا نرسیده. ما باید یاد بگیریم، این تأسیس شرکت ها، یاد بگیریم برنامه جمع‌آوری و به اصطلاح هزینه، چی میگن، جمع‌آوری پول برای پرداخت هزینه ها، یاد بگیریم جمع‌آوری نیروها. اینا رو بلد نیستیم، همینجوری هرگلی برو بریم. بله، meet our panel of expert، میگه که اینم پنل ما، اسامیشون رو نوشته. من این آقای جمعه رو قبلا دیده بودم، خانم کری گلاوی هم قبلا دیده بودم، این آقای بیل وولف رو اگزیکیتیو دایرکتور اینو ندیده بودم. خب امسال میرم آشنا میشم که 5 می و این دوستان در منزلشون این برنامه رو گذاشتن. شما هم میتونید این آدرس رو بگیرید، تماس بگیرید و بیاین. آقای دکتر موسوی و خانم دکتر، اونم جاله مصلحی، و توی فیرفکس هست. نوشتن advanced ticket $40، tickets on the day of the event $45. شما اگر از قبل بلیت بخرین $40، اگر اونجا بیاین اونجا $45 میدین. این کار انجام میدن که هم شما سر وقت برنامه تیکت بخرین، هم اونا هم بدونن چند نفر میان و الی آخر. اگر اینفورمیشنی خواستید تماس بگیرید، من براتون اصل ایمیل رو میفرستم. 5 می، اینجا بهش میگن سینکو د میو، به زبان همون اسپانیش میشه یعنی 5 می، و یه جشنایی هم هست و اینها. و اینجا اینا تصمیم گرفتن به جایی که بری خیابون و نگران پارکینگ و اینا باشی، بیای اونجا، هم مهمونی هست هم کمک میکنی. دیگه از این بهتر چی میخواد؟ که شما اگه میری $40 میدی، این $40 بره کمک به دیگران بشه. شما مشروبتو میخوری، فینگر فود یا اردو یا پیشغذایی هم اونجا هست، همیشه هم خیلی مرتب و منظم بوده. خب دوستان عزیز، این هم از این. و اما میگه کمبود عقل بشر از روز نخست در سوریه این همه پول خرج سلاح میکنن تا بر سر قدرت بمانن، نسل آینده از خواندن و نوشتن محروم و بی سواد خواهد بود. در عراق 5 میلیون جوان زیر 20 سال بی سوادن. یه فیلمی هم درست کردن، اینو من بهتون نشون میدم. البته این فیلم اشکال داره، حالا بهتون میگم. اینا وقتی که یکی میخواد یه فیلم درست کنه، باید اول نشون چند تا بده یا فکرشو با اونا در میون بذاره، اونا بهش بگن که این فیلم درست هست یا نه. اگه کسی میخواد یه کاغذی رو بگیره جلو بچه ها و بگه این چی نوشته، باید اول این کاغذ رو جلو دوربین نشون بده که چی نوشته، بعد نشون بچه ها بده بگه چی نوشته. هر از یکی دو تا بچه هم که میان نمیتونن بخونن، باز نشون بده. البته اون آخراش نشون میده، ولی ببینیم با هم که میگه چند سالته، میگه 10 سال، و بهش این کاغذ رو نشون میده، میگه میتونی بخونی، میگه نه. شفت هاي هاي الكلمة ولا كتبتها ولا مرة؟ طالع هاي الكلمة ألف، طلع عليه قريها، حاول ما بعرف أقري، ما أعرف خاء. طيب هاي الكلمة شو؟ خصل. اون پسر گفت نقاشیه. گفت این چیه؟ میتونی بخونی؟ گفت نقاشیه. ما بعرف، ما عنا مدارس. طيب هاي اسم شو؟ عبدو. ما علموا فيها بالمدرسة؟ لا.
کاغذ نوشته الله هیچ کدوم از این بچه ها نتونستن بخونن چون مدرسه نیست. این هم خجالتش برای بشار اسد که اونم آویزون به حکومت پدرش و میخواد مادام العمر رئیس جمهور باشه. و اما دهمین انفجار در سریلانکا، مغز متفکر حملات تروریستی اخیر شناسایی شد. میدونید که داعش هم گفت که اونا به اصطلاح مسئولن. البته این داعش من یاد مجاهدین میندازه. مجاهدین هم هر جا یک کسی یک کاری میکنه اینا میگن کار ما بوده، بعدن میفهمن که چه اشتباهی کردن، میگن نه آقا کار ما نبوده. حالا دهمین انفجار، بذارید من اینو خاموش کنم، در سریلانکا مغز متفکر حملات تروریستی اخیر شناسایی شد. وقوع انفجاری جدید بامداد پنج شنبه در شهر پاگودا یا یوگودا در 40 کیلومتری شرق کولومبو پایتخت سریلانکا بار دیگر ساکنان منطقه را در هراس افکند. بنابر اعلام ریوان گاناسرکار سخنگوی پلیس کولومبو، این انفجار که در زمین خالی در پشت ساختمان دادگاه شهر روی داده تلفاتی را در پی نداشته است. این مقام رسمی گفت که این بمب یک بمب کنترلی مانند دیگر بمب‌های منفجر شده در روزهای پیشین نبوده و پلیس در حال تحقیق درباره این انفجار است. با وقوع انفجار روز پنج شنبه شماره انفجارهای هفته اخیر در کولومبو و هومه آن دست کم 359 کشته بر جای گذاشت که این ترامپ احمق نوشته بود 138 میلیون نفر کشته شده بر جای گذاشت و به 10 انفجار رسید. در میان کشتگان این حوادث دست کم 45 کودک و نوجوان نیز دیده می شدن. پلیس تا کنون موفق شده است بمب‌های متعددی را نیز که در مناطق مختلف از جمله در نزدیکی فرودگاه کولومبو جاسازی شده بود کشف و خنثا کند. روز پنجشنبه همچنین یک هشدار امنیتی در بانک مرکزی سریلانکا دریافت شد که در پی آن تمام کارکنان از ساختمان بانک تخلیه شدند. 38 خارجی در میان کشته شدگان. این هم از این. و برگردیم به استودیوی جهانی خودمون. تبریک به سیاستمداران قلدر در جهان، بی سوادی ها، ترور ها، گرسنگی ها. واقعا خجالت آوره برای انسانیت که در قرن 21 که این همه امکان هست، یعنی شما با یک کامپیوتر کوچیک، با یک لپتاپی، تبلت، اصلا کلمه تبلت میدونید یعنی چی؟ یعنی لوحه، چون مثل لوحه هست دیگه برمیدارم، میتونن یه نفر باسواد کنن. به جای این اسلحه های گرون، نمیدونم فشنگ های گرون و بیسوادا اینجا اینجوری، عراق بیسوادا و اینا اونجوری و الی آخر. چه باید کرد؟ من نمیدانم. شما میدونید؟ تشریف بیارید به دیگران هم بگی. میگه که کاکو، آقای پتیک میگه خاطرت هست چند وقت پیش در مورد تماشای تلویزیون گفتی که عمت گفته بود اگر شما اینا رو میبینید پس تلویزیون هم میتونه شما رو ببینه و شماها با پسر عمو و پسر عمهات خندیدید و مسخره کردید. بفرما در گوگل در مورد الکسا بخوان، فکر کنم باید به جای خنده گریه کنیم. الکسا این دستگاهیه که چند سال الان ساختن، شما میذارید تو خونه، میگی الکسا موزیک معین رو برام بذار، الکسا موزیک جهان رو برام بذار، الکسا هوا چه خبره، الکسا نزدیکترین پمپ بنزین کجاست، الکسا نمیدونم قیمت فلان بورس چیه، همه رو برات میگه. حالا دو سه هفته پیش چیز کردن که تمام چیزایی که شما میگی صحبت میکنی این ضبط میکنه. به غیر از اینکه این ضبط میکنه از استفاده میکنن، یه عده میشینن گوش میدن و اونا چون کارشون تقریبا خسته کننده هست اینا رو برای هم پخش میکنن و میخندن که مثلا فلانی گفت دوای مثلا علاج بواسیر کجا گیر میاد، فلانی گفت کدوم منطقه، اینا میشینن از هم میگن و میخندن. بله
این هم روزگار غریب ما. خب اینو پخش کردیم میت آور پنل. وقتی خودمونی ها جمع میشوند، میدونید که خیلی از اینایی که توی کشورهای خلیج دارن زندگی میکنن از ایران رفتن اونجا، مثل خیلی از اینایی که تو هندوستان هستن پارسی هستن، پارس هستن و به اصطلاح بعد از ماجرای اسلام رفتن اونجا میخواستن زرتشتی بمونن و اینها. خیلی از اینایی هم که همین کشف حجاب آقا رضا قلدر، اینا از ایران مخصوصا جنوب، مخصوصا اونایی که سنی بودن و تعصب بیشتری داشتن به اسلام و اینا، رفتن کشورهای دیگه. وقتی آقای مینویی با افتخار میاد تعریف میکنه که شاه خانم فیلیپینی میآورد به اسم کلفت، آقایون خونه هم به عنوان کلفت ازش استفاده میکردن هم به عنوان مرخصی زناشون، نمیدونه که آقا خیلی از ایرانی ها مجبور بودن برن کشورهای همسایه کار کنن، کارهای گرم، طاقت فرسا، آشپزی در کشورهای عربی. همه یه بعدی نگاه میکنی، من اینجوری نگاه میکنم، اون اینجوری نگاه میکنه، آقای تیمور گلچین اونجوری نگاه میکنه و الی آخر. خب حالا این دوستان بالاخره یه چیزایی رو بردن از هر جا که هستن و موقعی که با هم هستن اینا رو استفاده میکنن. یکیش این موزیکی هست، موسیقی هست که شبیه یا اصلا خود ممکنه اصل موسیقی های بندری ما باشه، گوش میدیم با هم. یکی هم نیمبونه و اون یکی هم تبله دیگه. هم نوشته جمع خودمونی. ممنونم از این دوستمون، بهش گفتم که امیدوارم همیشه خبرها از شادی، موسیقی و اینها باشه، ولی اون بنده خدا نیمبونم از بس باد کرده بود خودشم باد شده بود. خب هموطنان گرامی و دوستان عزیز، در پیوست بیانیه بروزی را که در رابطه بیانیه بروزی را که در رابطه با افترازنی شخصی به رشته تحریر درآورده ام. آهان، این آقای محسن مسرت اینو فرستاده بود و نوشتهشون این بود، بیانیه محسن مسرت، و من چون ایمیل شخصی ایشون رو نداشتم نتونستم به ایشون بگم که بیا صحبت کن، ما از آقای ماسالی هم میخوایم ایشون هم صحبت کنه. و جالبه که اینا با هم دوست بودن، یعنی این دوستانی که توی برنامه ها دور هم جمع میشن، درود ورود درود ورود، وقتی که یه جا میرسن که هدفشون یکیه ولی نظراتشون با هم فرق میکنه، دشمن خونین میشن. بیانیه محسن مسرت در قبال دروغ بزرگ و افترای آشکار. بالاش هم نوشته ایش هب اینفورمیشن دست محسن فلان، من اطلاعاتی در دست دارم که بر اساس آن محسن مسرت و برادرش با جمهوری اسلامی همکاری میکنند. حسن ماسالی، اول آپریل 2019. آقای ماسالی، شما هر وقت این دوستان باز با هم دوست شدی، مثل این ترامپ هست، هر گندی میزنه میگی شوخی کردم، شما بهش بگو آقا این جوک 13 به در بود، اول آپریل اپریل فول بود. یک خبر تازه از کانادا، آقای خورسندی نوشته 3 نفر از فرشگرد استعفا دادن، خبر امروز در فیسبوک. آقای خورسندی، شما به من بگو این 3 نفر که داخل فرشگرد بودن چی بود؟ که حالا که اینا رفتن چی میشه؟ هیچ هیچ هیچ. قصه ما به سر رسید، سربی به حمایت نرسید. حمایت فراموش نشه، بذارید من همینجا برای شما یک حمایتی بنویسم روی این فیسبوک بذارم که کارتون آسون کنه. روش کلیک که میکنید میبره شما رو اونجایی که میتونید به وسیله کردیت کارت، به وسیله بانک، به اصطلاح چیکار کنید؟ حمایت کنید. بارها گفتم ما منتظر حمایت‌های چند هزار دلاری شما نیستیم، همون 5 دلارها 10 دلارها باعث میشه که ما دلگرم به این کار بشیم و بگیم این کار ما
اقلن یک ارزشی پیش این دوستان داره. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه های خودتون رو داشته باشید. روز دوشنبه ساعت 12 ظهر با شما خواهیم بود با برنامه کانون آوا. کانون آوا صدای به اصطلاح دوستانی هست که سالها عمر و جوانیشون رو در سازمان مجاهدین سپری کردن تا رسیدن به جایی که فهمیدن این سازمان دیگه سازمان نیست، این ارتش دیگه ارتش آزادی بخش ایران نیست، این ارتش ارتش استخدامی صدام حسین و حالا آمریکا و عربستان سعودی، و سازمان هم تبدیل شده به یک فرقه. اون بالای بالا هم یه آدم خودخواه، یه آدم دوگم، یه آدم نادان، یه آدم کمدان، و یکم پایین تر اون زیر اون یه خانم خودخواه به نام مریم رجوی. دوستان عزیز، شما هم اگر برنامه رو دوست دارید در رادیو تلویزیون های دیگه میتونید حمایت کنید اون برنامه رو و از تلویزیون مردم پخشش کنید. و اجازه بدید که دریا باران ببینیم اینجا چی میگه. میگه که آقای سربی، یکی دو بار از شما شنیدم که به واژه کشف حجاب انتقاد کردید و آن را معادل دیسکاوری دانستید، در حالی که کشف به مفهوم آشکار کردن و برداشتن پوشش نیز میباشد. فرهنگ ده خدا گفته پس کشف حجاب به معنی باز شدن حجاب است. نه آقا، شماها دارید گول خودتون میزنید. یعنی چی؟ وقتی ما داریم رفع حجاب، آقا این حجاب رو رفع کن، برداشتن حجاب، حجاب رو از سر بردار، چرا بگیم کشف حجاب؟ که طرف بگه آقا مگه حجاب تا امروز نبود؟ حجاب میدونید از کی بوده؟ برید تو تمام ادیان بخونید این حجاب بوده، پوشش سر، پوشش دهان، فلان اینا. بعضی هم میگن آقا شما نگاه کن تو بیمارستان ها هنوز حجاب رعایت میکنن، حتی پاشون هم میکنن تو کفشای پارچه‌ای، اونم یه نوع حجابه. اگه خواستید مهمان برنامه ما باشید با هم صحبت کنیم. ایشون اسم زیبایی هم دارن، دریا باران. دست ممنون متشکرم از شما که با برنامه ما همراه بودید. امیدوارم همگام و همیارم باشید. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.